ګران دوستانو سلامونه او احترامونه ښه راغلاست سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ دوستان عزیز ارزی سلام او احترام از خدمت فرد فرد امروز کې سه شنبه و 26 ماه نومبر 2019 میلادی است از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان با شما هستیم و باز هم طور معمول اخبار اخیر و یا رویدادهای اخیر افغانستان به بررسی گرفته و با هم میشنویم. بالای هر کدام تبصره‌های خود داشتیم. لاینای تلفن تلویزیون پیام افغان باز است و سراسری از طریق ساتلایت هاتبرد در اروپا و شرق میانه و شرق دور و افغانستان و سراسری کشورهای اروپایی و همچنان از طرق متعدد چون جیلویز و جادو و سایت پیام افغان تلویزیون پیام افغان و همچنان برنامه سخن اوریان از طریق فیسبوک عمر خطاب روی فیسبوک میتونین مستقیما تماشا بفرمایین و بالای اعضای کشور ما و شما صحبت بداریم. خبر اول باز هم دوستان عزیز چون مسئله انتخابات در افغانستان بسیار جر شده در حقیقت بسیار غامز گردیده و افغانا علاوه از اینکه میدانند در یک کشور اشغال و زیر سلطه انتخابات کدام معنای نداره و تجارب بسیار تلخی در این راستا داشتن باز هم به حیث یک تبصره و یک رویداد افغانستان که هر روز سرخط اخبار میشه ثبات و همگرایی که البته آقای عبدالله عبدالله در رأس قرار دارن در کمپین انتخاباتی برای ریاست جمهوری اونا 300 هزار آرا را تقلبی فکر میکنن و آرای هست که تقلب شده گویا توسط آقای اشرف غنی و تیمی از اونا تیم دولت ساز و اونا ادعا دارن اگر امی 300 هزار آرا باطل شناخته شوه بنان آقای عبدالله عبدالله در این انتخابات بالاتر از 50% آرا داره و اونا برنده انتخابات خواهد بودن منتها توسط تیم دولت ساز در مسئله مداخله شده و در کمیسیون انتخابات و با سود اونا و همچنان 300 هزار آرا آرای تقلبی است. ادعای از اونا هست در یک گرده همایی بالای مسئله البته صحبت داشتن و آقای عبدالله عبدالله اخطار صادر کرده اگر تا روز شنبه کمیسیون انتخابات مسئله را یک طرفا نسازه ما با مو طرف یا جنبش که طرفدار شمارش دوباره آرا هست به اونا مراجعه میکنیم و اعتصابات هست و آسمان به زمین میزنیم. به هر حال ما خودم شخصا انتخابات هم مردود میدانم، آرای مردم هم شمر سپردم نشده، استعمال هم نشده و همه چیزا از آغاز از نطفه همی حکومت یک حکومت تقلبی دست نشانده بیگانگان هست. مگر گیرم باز هم از لحاظ ای که خبری هست از افغانستان پخش میشه تحت همی اشغال و تحت همی سلطه و ای که نتایج انتخابات و سوت دیگاه رقم زده میشه خود همی انتخابات و دموکراسی وارده است و برای رفای مردم نبوده صرف یک اغوا هست، نه دموکراسی واقعی به افغانستان آمده و نه آرای مردم توسط مردم برای حکومت یا حکومتداران استعمال میشه. بنان ما از نطفه از ریشه و هم انتخابات و هم یک حکومت جبری و حکومت بیگانگان تحمیلی در افغانستان نظر مخالف دارم. مگر آمدیم بالایی که آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی عین مشکل داشتن در 5 سال گذشته در 2014 وقتی مسئله انتخابات صورت گرفت. آقای عبدالله عبدالله حتی ما چند بار کلیپی از اونا را پخش کردیم که اونا چیزی میگفتن و بعدا وقتی آقای جنکیری به دادشان رسید و گوشمالی دادن بازم نغمه صحیح شد. اینا میگن میگه ربابا اگر امو گوشایش تاو نتین نغمه خوب از او گرفته نمیتونه.
و گوش اشرف غنی و عبدالله عبدالله را تاب داد با صفا ستره باز امرو باب زدن هر دویشان. در حقیقت یک حکومت مشترک آقای عبدالله عبدالله پذیرفتن و قبل از او سوگند یاد می کردن که اگر یک قطره خون در بدن ما باشه ما انتخابات تقلبی را نمی پذیرم. بنان باز هم شاید یکی از بیرون بیای و گوشه از اینا را مالش بده و انتخابات هم بپذیرم. مگر با ما به این عقیده استم که آقای اشرف غنی باید اعلام بده بس شست هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روانی موزون به می کار نیست و علاوه از او یک شخص کارکن هستند، یک شخص اکادمیک هستند، دانشمند در یک از یک طریق دیگه باید مصدر خدمت برای افغانستان شوند. برای از اینکه در این مسئله اگر تحلیل به ای است، اگر گروپ عبدالله عبدالله و همی شورای نظاری ها و همی جمعیتی ها بیرون باند، بسیار یک جنجال برای از این حکومت میتونه خلق کنند در هر مورد، یعنی رازنی و رای چی میگه سنگ اندازی کنند. و آقای اشرف غنی را امروز باو که آقای عبدالله عبدالله در این حکومت مدغم بود و نیمه نیمه پیش رفتن در پنج سال گذشته، باز هم عبدالله آقای اشرف غنی را به اجراعات نمی گذاشتن و در حتی در مقرری و عزل و نصب وزرا و معین و اینا دست بالا نداشتن. وزارت خارجه را دیدن تا آخر و وزارت داخله و نمیدانم بعضی وزارت ها به یک جناب تعلق گرفت آقای عبدالله و یک چند وزارت با آقای اشرف غنی، مگر همه بار مسئولیت دکتر اشرف غنی داشته ای راستا و به یک حساب نامبدی و امو کسافات عبدالله هم بالای شانی اشرف غنی گذاشته شد. ما میگم بان عبدالله عبدالله را بگذارن امی گروپا که میتونن توانی امی را دارن که بار و باجی امی حالتی بسیار ناهنجار را بکشن از یک سو و سوی دیگر. امو بارانی که میگه یک ابر غلیظ آدم میبینه در آسمانهای دور و میبینه که روان سومیه و یک سیل با خود داره، او طالبا هستند که شاید نشست دوباره اینجا و اونجا. بالاخره امریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تصمیم اتخاذ کنن که از افغانستان بیرون میشن. وقتی از افغانستان بیرون شدن بازم بقای زیاد اگر سست میشه، هر کسی که در رأس قدرت بود اینا دیگه باز توان جنگ و مقابله با یک سیل طالب و اینا را نخواهد داشت. و علاوه از او شاید ایالات متحده امریکا با جناح طالب یک معامله سیاسی هم شاید داشته باشند و حالا هم اینا با همی جناحی یا احزاب سیاسی افغانستان میخواین صحبت کنند در این نشستایی که صورت میگیره خصوصا در چین. اونا رد کنن، میگن همی حیاتی را که تعیین شده ای اما از ارگان دولت افغانستان یا حکومت افغانستان معرفی شدن، اونا را ما نمیپذیریم. مگر با احزاب سیاسی افغانستان ما آشتی هستیم، هیچ مشکلات نداریم، برادرای ما هستن، بیان با اونا می نشینیم. معنای را افاده می داره که هر حکومتی که توسط سلطه بیگانگان روی کار بیاید، طالب با اونا روی روی در تضاد قرار می گیره. و مگر با اودگا آشتی پذیر هستن. اون طالب می دانن که با اونا به خاطر آشتی پذیر هست میشن که اونا در یک وقتی یک نظام طالبی روی کار بیاید در افغانستان، اونا را می تانن زود با اونا یک طرفه بسازن. مگر ای که یک حکومت با ازارها و پیمای بی 52 و که نمی دانم اسلحه مدرن ایالات متحده امریکا اونا هم سری کرده نمیتونه تا این دم جنگ کردن، شاید جنگی از اونا دوامدار شد. و علاوه از روی یک حکومتی که جای حکومت یا امارت طالبان را گرفته و 18 سال با اونا در جنگ قرار داشتن، اونا را به ایس یک منبع رسمی نمیپذیرن. بنان ما فکر میکنم که آدم هوشیار در این مسئله خود باید یک طرفه بسازه، چون نامی نظام اعتبار نداره، آیندهشان معلوم نیست، شاید بسیار کوتاه باشه و اگر هم به بالای امی کرسی و منصب قرار بگیره، یک منصب زیر سلطه بیگانگان و شرم و عیب است برای یک طرف یک شخص. و علاوه از اوی پنج سال گذشته سالهای ناکامی بود برای امی حکومت. اگر باز سر و کله آقای اشرف غنی
ظاهر میشه به حیث رئیس جمهور. و علاوه از اون شنیدم در کمپین انتخاباتی آقای دکتر اشرف غنی صاحب، آقای داوجان سلطان زوی اونجا نشسته بود، گفت اینا میخوان که آرای با ابطال آرایی که اینا میگن تقلبی است برنده براین. معنی از این که او هم اقرار میکنه که اگر امی آرای تقلبی 300 هزار یعنی یک طرفه شوه و باطل اعلان شوه، توسط کمیسیون جناح عبدالله برنده میشه. خود از او یعنی از هم حرفای از اونا را اگر دقیق توجه بدارین که همه تو یک چیز اظهار داشتن، یعنی واقعا اگر اوتر است و 300 هزار آرا باید باطل شوه و برنده واقعی معلوم شوه که هر طرف راضی باشه، با دیگه عبدالله مقصر نیست. یعنی واقعا آدم از حق نگذره. دکتر عبدالله اگر 300 هزار آرای تقلبی در اونجا یک نفر رئیس جمهور میسازه، و قبلا هم یادم ادعا داشت در انتخابات 2014 که ما برای منافع ملی پذیرفتیم و وحدت ملی را، حکومت وحدت ملی را گره زدیم، او برای منافع ملی بود که اگه اختشاش و جنگ و زدن و کندن در افغانستان نشد، در حالی که او تو نبود، آقای عبدالله را یک منصب بسیار خوب اهدا کرد آقای جنکیری، و در غیر از او شاید دمی بازارهای کابل مثل آقای قانونی و دیگه گشت و گذار میکرد، ضرب صفر میشد. او را از لحاظ سیاسی و از لحاظ منفعت ها همی جمعیتی ها پذیرفتن، سفارش کردن که او آدم بپذیره. این بار خود آقای اشرف غنی هم اعلان داشته که قاطعانه عمل میکنه، و اونا هم در 2014 برنده بود و حال هم برنده هستن. میخواه که به حساب در یک موتر دو موتروان گنجانیده نمیشه و نتیجه خوب نداد، ما میخوایم به تنهایی بدنگانم، گفته بازی. به هر حال یعنی همین جنجال انتخاباتی خبر اول امروز طلوع بود و جالب بود. نشست چین هم در اینجا مطرح ساختن، و همچنان یک شخصی که هم در امریکا ماش میخوره، چون آقای همایون قیومی، آقای سرگند نام داره، شادگل سرگند است که چی، در یونیورسیتی اوهایو از اونجا هم ماش برداشت کرده و هم مشاور آقای اشرف غنی بودن، در اونجا هم برای از اونا آقای اشرف غنی ماش تادیه میده موده، و خلاف قانون نمیدانم انتخابات اساسی است یا قوانین افغانستان، با اونا یعنی با همون قوانین مغایر واقع میشه، یک صدای را بلند کرده بود. به هر حال دوستان عزیز توجه دارین، و همچنان در اخبار خبری از رئیس نهاد مدنی لوگر که و یک شخص به نام آقای موسی محمودی و معاون از اونها یکی از مامورین آقای احسان حمیدی، دو تن که همین قوقای مسئله تعرضات جنسی بالای متعلمین در ولایت لوگر بالا شد، توسط از اونا بود و اونا ناپدید شدند چند روز و معلوم نیست کجا هستند. ولی سارنوالی میگه برای حفاظت جانی از اوناست و تا به یک محل محفوظ فرستاده شده، و از لحاظ ای که یک نفر باید محفوظ باشه، باید زندانی شوه. منتها همه طور است، همه چیزای افغانستان یا حکومت افغانستان به یک شکلی به پیش میره که آدم نمیدانه چرا ای تو میشه. چند خبر در امی سرویس خبری امروز طلوع بود، اما را یک سر از امی طلوع برداشتیم و انشاءالله بالای هر کدام صحبت خواهیم کرد. توجه دارین به خبر اول. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نشست در کابل هشدار می دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات تا روز شنبه در حدود 300 هزار رای را که به گفته آنان تقلبی است از آرای پاک جدا نسازد، اعتراضات را در کشور آغاز خواهد کرد. با برآمدن این سه کتگوری آرا، رای پاک ملت به وجود می آید. در این صورت رای تیم ثبات و همگرایی بالاتر از 50% است. ۵۱.۸۹% رای پاک شما ملت است که سرنوشت انتخابات تعیین می‌کند.
این دسته انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری از دسته انتخاباتی اشرف غنی متهم می‌سازد. مدل حکومت وحدت ملی منتفی است. بحث این است که ما از تقلب و تقلب کار باید از تقلب جلوگیری کنیم و تقلب کار را باید نگذاریم که با تقلب بر قدرت تکیه بزند. دسته انتخاباتی اشرف غنی این اتهام ها را بی بنیاد می خواند و می گوید که دسته انتخاباتی عبدالله در برابر روند بازشماری نباید بیشتر از این مانع ایجاد کند. برد از اینا مساوی است به ابطال آرای مردم و او هم ابطالی که نه اساس داشته باشه نه اصول داشته باشه. در همین حال کمیسیون انتخابات هر گونه ادعای پیروزی را پیش از اعلام نتایج انتخابات از سوی این کمیسیون غیر قانونی می داند. اگر احیانا حکومت باز هم در روزهای آینده برای تطبیق نظام انتخاباتی زمینه سازی نکند، در این شکی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات یک گزینه دیگه پیدا خواهد کرد و تصمیم خود را اعلان خواهد کرد. جنجال شماری از دسته های انتخاباتی بر سر در حدود 300 هزار رای سبب شده است تا این کمیسیون نتواند روند باز شماری آرا را در 7 ولایت آغاز کند. بله دوستان عزیز، خبر بعدی از آقای دکتر صاحب اشرف غنی در جمعی از نظامیان افغانستان. اونا هشدار دادن به طالبان که اگر به می نارامی های خود دوام بتن، سرنوشت از اونا به سرنوشت دایشان مواجه خواهد شد. قرار گفتی حکومت افغانستان که دایشان محو شدن از افغانستان، بنان اینا طالب هم به مصر نوشت گرفتار خواهد ساخت. در حالی که البته ایره گفته بعضی ها یک اصطلاح داره میگه کور خواندن، یک کور به این معنی که اما میدانن درست نیست هم تو میالی فعلا هم دایش خود کدام ولایت نگرفته بود، زیر سلطه قرار نداده بود، مگر طالبان از طول سالهای هست که نیمی افغانستان زیر سلطه خود داره، اکثر قرا و قصبات و ولسوالی های افغانستان زیر سلطه طالب هست. به هر حال توجه دارین به خبر بعدی. رئیس جمهور غنی اینجا در نشست در میان نیروهای دولتی افغانستان به طالبان هشدار می دهد که ادامه خشونت ها در کشور سبب تسلیم شدن شهروندان افغانستان نخواهد شد. اگر این خشونت ها ادامه یابند، این گروه با سرنوشت داعش در افغانستان روبرو خواهد شد. طالب دی فکر په تاوتریخواله باندې دا ولس دا قهرمان ولس تسلیموی سي، یوازې ولس دې ته هڅوي چې تاسو سره مو هماغه چلند وکړي چې داعش سره نو فکر وکړئ ضعیف دولت سره ضعیف ولس سره مخامخ نه یي. از سوی هم وزارت امور خارجه از تلاش ها برای تهیه فهرست نام های شرکت کنندگان نشست میان افغانان در چین سخن میگوید. این مشورت ها با سیاسیون، جامعه مدنی، با فعالین مختلف، اقشار مختلف اجتماعی صورت میگیره. اما به روز دوشنبه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از جنجال های فهرست نام های شرکت کنندگان نشست میان افغانان در چین پرده برداشت. اشرف غنی خواهش بکی که زخ پل نوم دیدینه لیرکم. ما موافقه بسر وکل. سیده که تی پدی سطح لازم نبولی زب خپل نوم زین لیرکم. اما ورست بولدلی چی پرزیر نور شخصتوم دا موضوع را چه آقوی دیم نبی. منابع نزدیک به طالبان میگویند که گروه طالبان فهرست نام‌های شرکت کنندگان نشست میان افغانان را در چین که بیشتر اعضای آن دولتی بودند نپذیرفتند. به این گروه خواهان شرکت سیاستگران برجسته، رهبران جهادی و نمایندگان احزاب در این نشست هستند. بله دوستان عزیز، خبر هم جالب بود و در چین نشستی که باید صورت بگیره باز هم مشکلات موجود است که هیئت معرفی کرده نمیتونن، هیئت واقعا باید بی‌طرف باشه. طالب اساسیت داره با مامورین دولت افغانستان و حتی در داخل افغانستان هر کدام از اینا گیری از اونا بیاد تیر باران میسازه. در می ولایت لوگر از یک سرویس میگه هر کسی هیچ کس غرض نمیگیره مگر همون صاحب منصب و پلیس و اینایی که در لباس ملکی هم برای دید و عدید فامیلای خود میان اونا رو پایین میکنه و استنتاق مینومه.
دیگه در اینجا هم وقتی زیر زنخ از یک مامور دولت افغانستان سوز کنه گفته باجا شاید اساسیت داشته باشه. به هر حال هست آنچه میگذاره در وطن عزیز ما. دوستان عزیز، مسئله لوگر شما شنیده بودین که یک مدیر یک مدرسه بالای اطفال مکتب تعرضات جنسی و تقاضاهای جنسی داشتن و یکی از رؤسای بنیاد مدنی ولایت لوگر اونا ادعا داشتن، با البته یکی از مامورین از اونا، که تعرضات صورت گرفته و شکایات هست و دیگه دیگه قوغا را برپا ساخت و پای مؤسسه دفاع از حق بشر در اونجا کشانید و مسئله کلان شد و بالاخره باز در لوگر کسایی که یعنی همو مصفیدان و اشخاصی با رسوخ لوگر آمدن که نی بابا یک گپ درست نیستی، یک بدنامی و لکبر لوگری ها باید باشه، اگر اینطور می بود خود ما ایره خاموش می ساختیم، این یک توطیه است برای مردم لوگر. خب گپ معلوم نشد، گدوت بود و همین دو شخصی که مسئله را راپور کرده بودن، آقای موسای محمودی و آقای احسان الله حمیدی، اونا هر دو در کابل بازداشت شدن، اونا پدید گردیدن، آدرسشان معلوم نیست و فامیلی از اونا هم سراسیمه که اینا کجا هستن. لوی سارنوالی ادعا دارن که اینا به یک محل محفوظ برای حفاظت از اونا برده شدن، مگر بعضی ها را تبصره به ای بود که این رقمش خب ما ندیده بودیم که یک نفر محفوظ باشه باید به زندان بره، باید در یک محلی می بود که فامیلی از اونا دسترسی می داشتن به اونا. گپ بسیار غامض شده و در یک بخش یک کلیپ از صحبت آقای موسای محمودی، همی کسی که موضوع را در آغاز راپور کرده بر رسانه ها، او عفا می خواهد که مسئله را ما عفا می خواهد، ما تو درست نیست، راپور تکمیل نبود و در یک محل که با کمرم هم روی روی سیل نمی کنه به حساب شرمنده معلوم میشه، دیمی راپور دیده میشه. توجب دارین خبر جالب بود و یکی از اخبار روز طلوع بوده. ناپدید شدن موسا محمودی، رئیس جامعه مدنی لوگر، و احسان الله حمیدی، یک فعال جامعه مدنی که اتهام‌های آزار و اذیت جنسی شماری از کودکان را در لوگر همگانی ساختند، با واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده است. این کمیسیون در صفحه تویترش نوشته است که این دو تن از سوی امنیت ملی بازداشت شدند و باید هرچه زودتر رها شوند. اگر امنیت ملی یارا میبرد به خاطر حفظ جانشان، حداقل خبر میداد و فامیلش خبر میداد. با خاطر که ما برادر ما اصلا کلان خانواده میستن، سرپرست خانواده میستن و طفلکای خودش هم خورد خورد است و مادر ما مریض است. مادر ما داشت امیال فیرند شفخانه پکته اوجه به سر است، شفخانه عمل قلبی آمده و سرش ده اوجه به سر است. در همین حال اف بین الملل فرجامین پیام های موسا محمودی را دقایقی پیش از بازداشته او پخش کرده است. آقای محمودی در این پیام ها گفته است که امنیت ملی می خواهد وی را بازداشت کند و تمامی مسائل را به پای او ختم کند. بازداشت اینا توسط ریاست امنیت ملی نقض آشکار حقوق بشر، نقض آشکار قوانین ملی و بین المللی در افغانستان است. ما به تشویش از این هستیم که امکان داره این دو همکار ما مورد شکنجه قرار بگیرند. اینجا در کابل گروهی از فعالان جامعه مدنی که خودشان را نمایندگان فعالان جامعه مدنی 23 ولایت میگویند، نشست اعتراض آمیزی را در برابر بازداشت موسا محمودی و همکار او برگزار کردند. با هیچ وجه و با هیچ منطقی نمیتونه قبول کنیم، نمیتونیم قبول بکنیم که به خاطر کسی، به خاطر تامین امنیتش باید در زندان باشه. اما ریاست عمومی امنیت ملی 5 روز پس از ناپدید شدن این دو تن در خبرنامه‌ای میگوید که این دو تن در مکان مسئولی نگهداری میشوند. این نهاد نوار تصویری ویرایش شده ای را از موسا محمودی و همکار او پخش کرده است که او در مکان نامعلومی به سر میبرد و بدون نگاه به دوربین سخنانی در این باره دارد. این تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود و ما بر رسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه است. ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردمایی که این رسانه ها را دیدند و حربه زده شدند و به تشویش شدند از کلشان معذرت می‌خواهیم.
به گفته امنیت ملی این دو تن به زودی برای توضیح بیشتر درباره همگانی ساختن بدرفتاری با شماری از کودکان در لوگر به لوی سارنوالی فرستاده خواهند شد. خب یک خبر بعدی هم دوستان عزیز از آقای سرگند است. سرگند یکی از مشاورین آقای اشرف غنی در ارگ و اونا در یکی از یونیورسیتی اوهایو البته قبلا وظیفه داشتن و وقتی به افغانستان اینا می آیند باعث مشاور در اونجا هم معاشای گزافی دارن و بالاخره شاید کدام قانونی هست که در عین وقت یک ماموری دولت افغانستان نمیتونه در دو جا کار داشته باشه. ما خوب یقی داشتم که یک نفر میتونه ده جا هم فعال باشه. امروز مسئله کمپیوتر است، ریسرچ است، دانش خود یک نفر در راس در اختیار یک کسی قرار میده و تا در داخل افغانستان میگم این مامورین حکومت افغانستان کسایی که به حساب راه های دوزی و رشوه را نمیدانند بعد از وقت میرن حتی یک تبنگ داره، یک دوکان داره، کار میکنن در دو جا. در اینجا تضاد علایق البته بوده چون یک پروژه از یونیورسیتی اوهایو برای چند میلیون دلار، یک و نیم میلیون دلار از او برای به نام پروژه سوخت و ساز در افغانستان باز آقای سرگند در او به خیلی دست داشته، یعنی در حقیقت یعنی خلاف قانون یک عمل صورت گرفته. او هم یک خبر جالب بود که البته یک بخش از تقلب و فساد در افغانستان تشریح می داره توجب دارد. در صفحه اینترنتی دانشگاه اوهایوی امریکا دست دستیابی این دانشگاه به یک قرارداد 10 میلیون دلاری ساخت و ساز در افغانستان سخن گفته شده است. اما سندی که به تولو نیوز رسیده است نشان می‌دهد که این دانشگاه قرارداد بخشی از این کارهای ساخت و ساز را با وزارت فواید عامه به ارزش 1,800,000 دلار امضا کرده است. در این سند دیده می شود که شاد محمد سرگند که مشاور بلندپایه رئیس جمهور غنی است از سوی دانشگاه اوهایو مسئولین پروژه تعیین شده است و برای این کار در دو سال 150,000 دلار تنخواه برای وی تعیین شده است. سرگند پیش از آن که مشاور رئیس جمهور شود نیز با دانشگاه اوهایو آمریکا همکاری داشت. در میان فرمانهای رئیس جمهور که در صفحه ریاست جمهوری پخش میشن هیچ چیزی را نمیشه درباره گماشته شدن شاد محمد سرگند به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور یافت. در اینجا خبری است که دیده میشه در سال 1394 هجری خورشیدی شاد محمد سرگند همچون یک محقق دانشگاه اوهایو با رئیس جمهور دیده. همچنان خبرهای را هم بر سالهای اخیر میشه در صفحه اینترنت یافت که دونا شاد محمد سرگند همچون مشاور رئیس جمهور از پروژه های در ولایت ها دیدن کرده. وزارت ترانسپورت که اکنون وزارت فواید عامه با آن مدغم شده است در این باره چیزی نمیگوید و تماس های چند روزه ما با این وزارت به نتیجه نرسیدند. ریاست جمهوری هم حاضر نیست توضیح بدهد که چگونه شاد محمد سرگند همزمان با داشتن مشاوریت رئیس جمهور از سوی یک دانشگاه آمریکایی مسئول یک برنامه بازسازی در افغانستان نیز بوده است. در افغانستان ما شاهدی بزرگترین و مغلقترین دولت مافیایی هستیم که تمام ارگانهایشان در مقامات بالا نه تنها مشاورین بلکه خود مقام عالی شرکت دارد و شرکتش مثلا مافیات تیل میگیرد. یک فرد نمیتونه از دو منبع دولتی همزمان معاش دریافت بکنه و همچنین بر اساس قانون افراد نمیتونه با استفاده از مناصب دولتی خود در ارتباط با انعقاد قراردادها و پروژه های اقتصادی استفاده بکنه. در این باره به دریافت دیدگاه شاد محمد سرگند نیز موفق نشدیم و ایمیلی که به یگانه نشانی دست داشته از وی فرستادیم بی پاسخ مانده است. پیش از اینم درباره این که مقام های دولتی افزون بر کار در حکومت افغانستان برای شماری از نهادهای خارجی کار کردند و از این نهادها تنخواهی انگفت گرفتند گزارش های پخش شدند. افتضاح برای آقای سرگند که نه کارشان معلوم است نه نتیجه اعمالی از اونا که خیلی از با مردم افغانستان برسه، نه تغییری در حالت مردم افغانستان رو نما میشه برای چور و چپاول و دوزا دوزی به افغانستان. ای کاش اینا دی اقل برای سال برای دو ماه سه ماه برای مشوره رایگان برند، یعنی برای افغانستان دلشان بسوزه. امو پولی را که اگر باید یک ماش هم
برای از اونا تادیه میشه او را به یک مؤسسه خیریه بسپاره که بس کنین برای آقای سرگند در همین مشوری که برای ارگ میتن برای آقای اشرف غنی در امور پس کنین 75,000 دلار ایره بگوی به همین یتیم خانی آشیانه ای پول خود اهدا میدارم پول یک سال خود که اونجا شاید یک 200 طفل برای یک سال نان و غذا و آبشان شد و بسیار پول است به پول افغانی اگر او را ضرب کنین به صدها هزار دلار میشه افغانی میشه یعنی به درد مردم افغانستان مگر نیه اونمو باید در بانک امو آقای سرگند در امریکا باید بیفته که با زار و مرگ سرگند شوه و معین قیومی شوه باز در این بانک ها باز اینا برند در اینجا خانه های خود پولش تادیه کنه و تمام کنه و باز اینجا بیمیرن و مردار شوند وقتی مسئله افغانستان گدبت شد بگروزن فرار کنن موریانا وارد جان افغانستان چسبیدن دیگه چی تحلیل شده میتونه مگر اگر این پولا را اینا هم پولای ماش خود دوباره برای افغانستان در یک پروژه یک پل و پلچک آباد کنه یک یتیم خانه را یمار بداره به یک کلینیک صحی اهدا بداره بیشتر ضروریات عامه در افغانستان میتونه مرفوع شود به هر حال دوستان عزیز شما میدانین در ایران یک غوغا در این دو هفته برپا شده بود بلاسر دو برابر یا سه برابر شدن نرخ قیمت نفت در ایران و مردمی که یعنی همو توان پرداخت از اون نداشت بسیار وضعشان خراب بود به خیابانها رفتن مظاهرات کردن و بالاخره سرکوب شد همین مظاهرات و تظاهرات در ایران و حکومت آخوندی اونا را تقریبا در حدود 149 تظاهر کننده جان باختن بلا سر مرمی های حکومت ایران و پاسداران و او خاموش شد و اخطار دادن به جهانیان که دست انگلیس و امریکا و اسرائیل در اینجا دخیل بوده و ما پاسخ میتیم و تصفیه حساب میداریم خب ابعاد سیاسی داره مثلا اگر این گپ در فرض کنین یک کشور دیگه میشد چون لیبیا که خود از اینا یک انقلاب اونجا برپا ساخت یک غوغا را برپا کردن غایله را و حکومت قذافی را که بسیار توانا و قدرتمند یک شخص بودن اونا را از پا در آوردن حتی از بیرون تیراندازی ها صورت گرفت پول توزیع گردید در عراق هم معنی مثلا در دیگر کشورها هم با بهانه های یک رژیم اگه اینا بخواین از بین ببره کار کردن میتونه و در افغانستان در ایران زمینه فوق العاده مساعد است برای یک انقلاب و تغییر رژیم مگر ایالات متحده امریکا نمیخواد اسرائیل نمیخواد که آخوندها حکومت آخوند از بین بره فرو بپاشه و جای از او فرض کنیم پسر شاه محمد رضا پهلوی را به ایران برگردانند چرا؟ برای از اینکه حکومت ایران بسیار با سود ایالات متحده امریکا و غرب هست همیال و در اون منطقه جنگ سنی و شیعه را اگر اینا میخواین شعلور بسازن اما کانون و مرکزی از ایران میتونه باشه و در یمن اگر اینا میخواین که یک بحران خلق کنن ایرانی ها را مست میسازه این مسئله سوریه و جنگ و زدن و کندن که خواسته ایالات متحده بود در سوریه اینا برپا ساختن یعنی اینا انقلاب صادر میکنن بعضی کشورهای اسلامی چون عربستان اونا در این اواخر بعضی دست درازی در امور دیگر کشورها چون یمن داره مگر به صورت عموم پادشاهان خواب برده و تو انقلابی نیستن مگر آخونده را قصدن یعنی نسخه میتن که کارا را کنن که اونا رژیمی از اونا برپا باشه در ایران و 40 سال شد متواتر زیادترین حکومت آخونده ایرانی کرده در طول تاریخ حتی شاهان ایران به هر حال توجه دارین دلخراش بود ولی 149 آدم ایرانی که برای حق خود به خیابانها رفته بودن سرکوب شدن و خدا دانه چند نفر زندانی و زخمی به جا گذاشته در کشور همجوار ما ایران مسئله تظاهرات برای افته و در خدا کنه که در افغانستان که راستی وضع به مراتب بدتر است مردم به خیابانها برن اعتراضات و اعتصابات صورت بگیره صرف خلاصه میشه با طالب و جنگ علیه حکومت
مگر اگر اعتصابات شد، بعضی احمقا را پیمایی کردن، از قندار به کابل آمدن، اما تو کدگی و نانوهوشان هم کسی دیگه میدادن که صلح هم میخواییم. اونا را بلا زده بودن که انقلاب کنن، مظاهره کنن، غالمغال که اشغال ختم شود، این وضع تغییر کنن، این حکومت ناکام است، امریکایی ها برای ما ظلم میکنن، یا قوای ناتو و ائتلاف، برای ازوی هیچ کس به پا نمیخیزن. این مسائلی که حقوق زن چرا عبدالله نبود، چرا نمیدانم اشرف غنی چی کرد، در این میانه این ملت به کلی خاموش، بیخبر، اما تو دردهی گفته بعضی هم میگرده. مگر در ایران والا آفرینشان با خبانه رفتن، حداقل از حق خود دفاع کردن. خب برحال هست، یک برهی از تاریخ ایران شمرده میشه، توجب داریم. پس از بیش از یک هفته اعتراض‌های مردم ایران در برابر افزایش بهای نفت که به اعتراض‌های ضد حکومت انجامیدند، شهر تهران گواه راهپیمایی مردم هوادار نظام ایران است. فرمانده سپاه پاسداران ایران به ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و عربستان هشدار می‌دهد که اگر از خط‌های سرخ ایران بگذرند، نابود خواهند شد. ایران همواره اعتراض‌های ضد حکومت را در این کشور برخواسته از مداخله‌های کشورهای دیگر دانسته است. این بار نیز این کشور از حمایت ایالات متحده از معترضان ایرانی انتقاد می‌کند. حمایت‌هایی که اینها کردند را ما به نوعی دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران می‌دونیم و در راستای همون سیاست‌های خصمانه و فشار حداکثری که در این میان عفو بین الملل می گوید که کم از کم 143 تن در اعتراض های ایران جان باختند، اما شمار اصلی قربانیان بیشتر از این است. به گفته این سازمان بیشتر قربانیان با گلوله کشته شدند، اما یک تن در نتیجه گاز اشکاور و یک تن دیگر در نتیجه لتوکوب جان باخته است. ایران شمار قربانیان این اعتراض ها را بسیار کمتر گفته است. بله، کسایی را که شما دیدین این طرفداران همی حکومت و شاید مامورین دولت ایران بودن، فامیلای از اونا و یا گفته فرزاد جان که کسایی که به بضاعت هستن و پول ندارن، گفتن که خب یک دو وقت غذایتان هم میتین بیاین جمع شوین در اینجا. امو افراد و اشخاص جمع کردن در امی تو یک گرده همایی که سالی یک بار اینا میگن که اینا تظاهرات و راپیمایی دارن. امید حکومت و حتی شنیده میشه که بعد از ادای نماز فرزند جمعه هر هفته مرگ بر امریکا و مرگ بر غرب صورت میگیره، اعتراضات و راپیمایی ها. به هر حال بالای این مسائل لطفا صحبت کنین، تلفن بزنین، تلویزیون پیام افغان در خدمت شماست. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام، بفرمایید. خطاب صاحب، می خود بارها عرض کردیم که انتخابات افغانستان اصلا برنده نداره و هم تقلب از طرف عبدالله و هم اشرف غنی شده، در حالی که هم نام مشروع نیست که انتخابات، به خاطر که 35 میلیون نفوس افغانستان کمتر از 1 میلیون، در اونجا هم کسایی بودن که در دولت بودن و سرشان فشار آورده که در اونجا رای بدن و هم ماهی از به منافع امریکا فکر نمی کنم که امریکا هیچ کس اجازه بده که این نتیجه از گیره اعلان کنه، به خاطر که هم به نقص ضرر امریکا هست. و دیگه ای که خود امی اشرف غنی در اونجا رفته و میگه که داعش هم شکست داده، این گپ دروغ است، به خاطر که مردم افغانستان گوسفندی که گپا را میزنن، در حالی که اگر این میداد امروز در تلویزیون امریکا همش در اینجا در خبرهای سینه و فاکس نیوز همه چیزهای نشر میشد، اما گپا هیچ نیست، به خاطر که دروغ میگه. اون کسایی که تصمیم هم شده بودن اون را بردن، به خاطر که زمستان بود از گیر طالبا فرار کردن، در حالی که طالبا دین روز در چین ننگرهار چندین مخفیگاه صلاحای سپیل از یا که در اونجا جای بجای کرده بودن، طالبا کشف کردن که بسیار زیادتر از 200 میل صلاحای سپیل نو کشف کردن و مهمات زیاد. و دیگه خود از این چی نفری که در لوگر خطاب سایی که بوده گپ زده، این نفر با ثبوت گپ روز اول زد، به خاطر که باز بازش دولت اشرف غنی سرکوب کنه و بیاره که گپا نیست، چرا که در هر گپای فحشا هم زیاد است.
چرا که تنها در لوگر نیست، در تمام افغانستان گپ است. به خاطر که همون نفر که تنها خود بالا که در لوگر او چند پنج خودش گفت که 500 قضیه هم تو شده ثبت شده نزد از او که همه ثبوت داره با همه چیز و این شاید زیادتر باشه، چرا که در افغانستان ملک است که در صد چیز یک چیز در قضیه اونجا ثبت میشه، از صد فجایع وی تا تمام افغانستان است و دیگه خود زمین اشرف غنی که است بسیار آدم خراب است، به خاطر که نمیخواد که همین دموکراسی رو که جورج بوش بر از افغانستان برده بود دموکراسی دروغگویی را و این را هم سرکوب کرد و هم وید مجده را به شهادت رساندن و دیگه هم حمله سر نظر محمد مطمئنی ها کردن و دیگه این معلوم شد که خودش امنیت ملیش هم رفته و را نفر از لوگر آوردن و او خط هم دادن که گفت بزن خط بخوان در حالی که بازم فامیله میشد که نمیخواه بگوی اما سرش بزرگ و او را بندی کردن و دیگه میخواهیم که خطاف به نظر شما را در این آورد. درست میگه نامی، اما تو یک چیز بودم و آدم هم که ما دیدم و اول خوی قضیه جنایی است، باید بسیار جدی گرفته میشد. مسئله یکی و دوتا نیست، مردم لوگر بسیار با شرف مردم هستند، شریف انسان ها هستند، مردم های بسیار خیرخواه بودند، در طول جهاد افغانستان سهم بسیار نیکی در جهاد داشتند و در شرایط امروزی هم کدام خیانت خاصی از لوگر برای مردم نرسته. مردم بسیار آرام فامیلی و بسیار شریف مردم هستند، جزم و یک آدم کثیف در هر منطقه و در هر ساحه پیدا میشه و اگر یک مدیر مکتب یک عمل انجام داده، محمود تو عرض کردم به خدا می اگر حکومت طالب می بود امو آدم هم تو کشکده سگواره می آورد به کابل که جزای خود می دید. امو امر بالمعروف و نهی از منکر که میگن خود رمه تو شرایط بشار به درد می خوره، یعنی سیاه و سفید می شود، یعنی به قضا و عدالت برده می شود، اقراری از او آدم، شواهد اینا همه از اونا با هم یک جا می شود. در طول یک هفته همه چیزا جایی که او مدیر مکتب و کسی که عمل زشت انجام می داده تعرضات صورت می گرفت او را بیارن و محاکمه کنن و کسی که یعنی چراغ بالای از اینا انداخته او را یک جای نامعلوم برده، یعنی حکومت ضعیف ناتوان و واقعا آنچه که شما گفتین همه طور است و مسئله داعش هم از توان حکومت بیرون است، حکومت افغانستان. مگر ما شنیدم که همی داعشی ها را امریکا به یک حساب از اوکیشان را میرسانه و به یک حساب مهمات نظامیشان را برشان از زمین و آسمان میاندازند. تا طالب ادعا کرده که در یک جبهه ما با داعش درگیر بودیم در جنگ و اونا را ما به حد رساندیم که به فرار و قلابند و محاصره بودند. از یک طرف هلیکوپتر عسکری خود حکومت افغانستان آمد برای از اونا رساند و اونا را از محاصره بیرون ساختند. این واقعیت هم رسید. دروغگویی حکومت رو که ما داعش از بین بردیم به سرنوشت از با در حالی که داعش اونا خلق میکنن و حمایه میدارن مهماتشان هم میرسانن. بله سلام علیکم. بله. آقای خطاب سلام میکرم. و علیکم سلام، بفرمایید. آقای خطاب سلام میکرم. و علیکم سلام، بفرمایید. آقای خطاب یک چیز همی گپ رئیس وزیر صاحب دفاع آقای خطاب ای اصلا ای توف پتا خدا میکنه کل بلا به طول سالی پغمان رفته بتنه این سالی پغمان بر اول دیگه پیش از دیگه چیز کنی پیش از دیگه مردم تظاهرات پس کنی. یک چیز دیگه آقای خطاب هستم بگویم، اگر همی عبدالله که میگه که تقلب شده اگر از رای خود، اگر از رای خود، اگر حقوق خود دفاع کنه اینا حق داره آقای خطاب؟ بله 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 بله. که خراب آدم هست نه او را خراب خوب نداره، مسئله خراب کلشان از دمی خرابا باید حقه یک خراب باید داده شو راست میگه درست. بله اگر هر چیز باشه منطقه حق آدم باید بتیش، اگر که ای کار شده دعوایش آدم باید بپذیره هر چی که هست بگر. اما چرا آقای خطاب 13 نفر یک طرف شده، یک اشرف غنی یک طرف شده؟ این میره من نفهمیدم آقای خطاب اگه برای ما معلومات بدی که یعنی شما دمی باره چی فکر میکنید، یعنی شما یعنی میگین 13 نفر غلط میگه اشرف غنی راست میگه یا میگین اشرف غنی راست میگه 13 نفر غلط میگه؟ یک شب اگر برای ما بگین آقای خطاب چرا 13 نفر یک جای شده و یک اشرف غنی یک طرف شده؟ با 13 نفر یک طرف شده میگه تقلب شده و یک اشرف غنی میگه نه نشده. و این سرچپی از عکس از یا اگر می بودم فرزان عبدالله برنده می بود اونجا نشان می ته باز شاید عبدالله اشرف غنی به
زمره همو 13-17 نفر می بود. این قانون طبیعی است، هر کسی که چند نفر بازنده میشن باز امو با هم یک جا میشن که قدرت از اونا به وجود بیا و امو گپی از اونا وزن داشته باشه ببرن. ولی فرزن آقای تمنا یکی است، یک استاد است و آدم خودش گفت که ما بدون این برای ما هیچ کس رای نمیده جز شاید یک چند متعلم و یک چند معلم و استاد اگه برای ما رای داده باشد شاید مجموعی رای آرای از او شاید از 2-3 هزار زیاد نشوه، یعنی مگر وام کندید هست. اما تو یک چند تنی دیگی آقای جلیلی بود و پول خود مصرف کرده و خیلی در افغانستان تجارت داشته، خوب آدم جدی و معقول هم بودن، مگر او آدم هم چندان رای نبرده یا افراد دیگی که در اونجا میبینین. منتها دمی رأس به خیلیم دو نفر هست، عبدالله است و آقای اشرف غنی است و حکمتیار هست. حکمتیار هم فرض کنین نفر سوم. او دگاه دگاه میخواین که چی میگم، او سواری والا میگه در سرویس بالا میشد بازم اشتکام خیز منداختن و باز نگران یک چند چپات کش میکد، مگر میدید که یالی نفت نموره امورا اعلام داد. او دگاه ما همه طور شده از اون پایدان قایم گرفته که ما هم هستیم و ما رو برسانیم در یک جای با امرایتان. اگر مسئله فرزن عبدالله یک دفعه برنده شد و ما هم چیره میشیم، در حقیقت فرض کنیم یکی از اینا موین میشم، یک چیز دیگه میشم، یک رتبه خوب برای ما میتن، میگم که بیادارید. مگر با اشرف غنی اون تیم خودم داره و باز یک آدم بدکار هم هست و بسیاری مردم آزرده هم ساخته و رانده از خود. مگر در این تیم انتخاباتی به خیلی حالی که من میبینم هم 300 هزار آرا را گپ هست، او را باید سیاه و سفید بسازن، حالی مرض معلوم کدن که در این 300 هزار آرا هست تا جایی که من میبینم. اونم 300 هزار آرا را در زمره 1.5 یعنی 1.5 میلیون آرا یا 1.7 میلیون او را اگه باطل بسازه، اینا خودشان اعلان میکنه که اشرف غنی امین عبدالله برنده است. تیم از اونا یعنی 5.9 میشه مورای از او و اشرف غنی کمتر از او برده. و اگر او آرا شمرده شوه باز اشرف غنی برنده میشه. حال اینجا معلوم شوه که امو بخش مشکلات باید رفع کنن. خب شمارش 1.7 نمیدانم که 300 هزار شما باطل میسازین، خب یک هیئتی از دکتر عبدالله یا مجموعی از می 13 نفری که خود کندید ساختن اونا و جمع هم یک چند نفری از اینا دولت ساز علمی دو جان سلطانزو هم بشانن اونجا و یک هیئتی به طرفی از مؤسسه ملل متحد برای او کلگی در درست علو فصل میشه. باز بعد از اون دیگه وقتی یک مؤسسه بین المللی در اونجا پادرمیانی میکنه باز کس چیز گفته نمیتونه. و بازم گیرم که اینا برنده هم شد، خب کی برنده میشه؟ یا عبدالله برنده میشه یا اشرف غنی؟ هر دو در امی حکومت داری 5 سال ناکام. برای ملت چی ارمغان داره؟ هیچ. برای امریکا؟ برای امریکا هم چیز نداره. پولا گم شده، حکومت نام امریکا لکدار شده که همی انتخاب است که شما کردین. پولیتان گم شده، آرای مردم تقلب شده و بنیاد چی میگه انفراستراکچر یا تهداب اقتصاد گذاشته نشد. حالا دهلی از یوایی رو ما چی کنم که یک چند کارتن انگور برای در یک طرفه یا یک پروژه که از وقت داود خان آغاز شده بود به سر نرسیده بود او را سر. امروز جراب خودت بیادر از این سر قف پای تا سر کلش خارجی است میپوشی، شکمت از نان بیرون پر است، آوی بیرون میخوری بیادر، پولت شمار میکنی دلارای است که از بیرون آمده، زراعتت خارجی، صنعتت خارجی، سیاستت خارجی، هیچ چیز نداریم شما. ای چرای تو راست برای زی که سلطه بیگانگان است و اونا ایمایه میدارن همه تو حکومت. دلسوز هیچ در افغانستان در حکومت هیچ موجود نیست. هر کس برای منافع خود، برای جیب خود، برای پول دوزادوزی میرن با. ولی همی آدم ها که همی آقای سرگند گفتن، سرگند خوب برای یکی دو سه جای ماش بزنه و برای خودش جیبش پر شد. اگر نید سرگند در امریکا شاید معلم باشه و معلم در سال
70-80 هزار دلار معاش داره و طرف شاید سرگند خوی خوب بخش رسمی از دوست که فرض کنین معاش گرفته. در می پروژایی را در انگلیسی بنام کیک بک میگه. کیک بک در امریکایی در سیستم امریکا بعضی خیانت ها و بعضی پولاییست که برتان میرسه که شما در معامله هیچ برای نمیبینین. فرض کنین یک قرضه را میخواین بگیرین از یک مؤسسه و با او ارتباط داره، میگه این قرضه را اگه برای خودت روان کنم یا آدم موتر را میخره جایی که 2.5% را چارج کنم میره نشته میکنم 3.5% رو میگم آقا خودت در غیر از او قرضه را گرفته نمیتونی این موتر را برات نمیتیم. مثال عرض میدارم. باز اونجا وقت گفته که امو 1% از او را که آدم رسمی برای خودت میته او را باز برای ما یک چک نوشته کن. او یک دوزی قانونی است. شاید امی آقای سرگند هم برای امی مؤسسات و پروژه های افغانستان پادرمیانی میکنه و برای امی قرار داده هم میگه باز برای ما در بانک ما در امریکا در فلانی بانک این نمره است، یعنی میخواد پیسر پرتو که هیچ کس خبر نمیشه. این دوزی هایی که مخفی است و حتی شکل قانونی رو هم داره کس گفته نمیتونه میگه خب مرا شیرنی مرا داد، برای ما کمک کرد، برای ما یک تحفه داد، چی یک قلمه برای شما تحفه بده و یک چک برایتان بده به مبلغ 1,000,000 دلار. و تحفه تحفه است که مقدارش چند است و مهم نیست. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام. څنګه جوړه؟ خطاب صاحب زه ډیر مرور کوم گزارا. اول د خبرې نه خپل نظر ارائه کوم چې د لوګر مسله کاملا یو از فرمایشي یا په اصطلاح پخوانه ترتیب شوی مسله و چې هغه متاسفانه نوم لوګر و لکه دغه چې جنرال رسو ویلی چې اشرف غنی د لوګر دی چې باید د لوګر وي څنګه و څنګه په دغه شرایطو کې دغه ماجراجویان چې اوس وایي چې درې لکه اصول رایې ندي شمالې شوي چې تاسو پې هم تبصره وکوله دغه رایې هم ثابتې نه دي او تاسو هم چې پې تایید کوئ درست دی عقل لرئ ولی دا ثابتې نه دي چې څونه لکه دي او په چېرته دي. هغه مشخص خلک دي چې هلته بهانهګیري کوي چې بیا جانکیري یا سوګراییشي دی په دولت کې شریکي. دا ماجراجویان دي. امریکا غواړي چې اشرف غنی په قدرت ورسید از ما نظر دی او هغه خبر کاملا بی اساس وی ده که چوس هغه وی وجا قال اخ قران وی چوجا ال اخ وذ قل باطل از شو لکه جستو برنامه کې باز خلکو ویل چې او به درم د پلوګر شو تور شد ټول ارم زدگان شیطان چنتانان دی چې فقط توتیه کوي. بل خبره داره چې انتخابات خو هغه خبره دغه شو چې ما ارزو کاو د دینه به تیریګو ولی پرونی موضوع د تاسو لري خې و درې نکته الته دی چې زه وارد شوم متاسفانه لنکی داخل ده اونش که وقت کم و اقا دادی چې یو جنرال صاحب غگو خواهو چه حکمتیار ما برای جنرال صاحب به زبان خودش عرض نکنم که دیروز خودت از گلبدین حکمتیار گلبدین صاحب بسیار زیاد یاد کردی گفتی که او یک تاز میدان است روی گپا ولی نمیفهم خودت جنرال کدام زمان هستی. به نظر من برادر عزیز گلبدین دیگه او گلبدین نیست، دین دنیا را به یک دو واخته و دیگه فکر نمی کنم که او پیش خدا و پیش بنده او روی سفید به اصطلاح و یا سربلند بخیزه. بازم اراده خدا را کس نمیفهمه. یک نکته دیگر اختری صاحبه که برای قلب احترام داریم همه ما و شما، شما هم تشکر میکنم آقای خطاب که همیشه و خیلی ها را در استدیو گفته که تقریبا خب از دوستای ما کرش میگن او برادر ما گفت که طالبا خلاف اسلام نه برادر، طالبا و داعش پاکترین مسلمانترین واقعیترین مسلمانان است از نظر احکام قرآن. احکام قرآن همین را میگه که شما نفس مالتان الله سبحانه و تعالی خریده شما او را باید فدا کنین. یکی امی سوی ساید بام هم از اونجا گرفته شده کس نمیتونه گرفته نمیخواه که یه حرف بزنه. دیگه ای که اصلا جهاد و مبارزه تا او زمانی است که فتنه از بین بره. فتنه چی را میگین؟ فتنه همیش غال است. شما قرآن اگر دقیق بخونین قرآن عظیم شان سراپا جنگ و خون و انتقام گیری است و او به حق خود میگیره که هست و ایره کس نمیتونه گفته که طالب و داعش خلاف احکام قرآن عمل میکنه. یک حرف دیگه مونده که او را آقای مومن گفت که
طالبان میگن که ما یک نفرم نمیمونیم. آقای مومند عزیز، ما تا جای ایره بان بدر که او چی گفتی چی گفت دی سی رو خب هر حال از این بخاطر ذهنیت دوستان و حتی شما هم که میگین طالب هم شریک امی امریکاست و امیشه بله بله. دین دنیا باخته بله. خیر و خیرت تا سه هیچ حرفی نمیشه بله. او اختری چی گفت و بازو چی گفت مومند چی گفت تبصرهایی که ما چی گفتم و چی گفت صاحب شما وقتانه بالای نظریات دیگه که مقابله کو که او نگویه و چرا میگه و جنرال صاحب چرا گفت و گلبدین باخت و که فلانی شمسدین برد و شما هم کوشش کنید یک ملک آزاد قرار دارین بسیار باید معلومات شما بالاتر از اونا باشه جایی که تبصره که کیوی تو گفت خراب گفته او گفته بد گفته نمی پروگرامای بعضی هم همی شفیع عیار هم شب و روز نشسته که نمی باش که اونو چی گفت که باش ما باز اون ملا رو پیدا کو که باز اون ملا می آید برای عظیم بعض چیزا میگه عکس از زور هم اندازه باز این مردم های بیکار در خانه شده و سب که علاوه علی زنخ کیره میگیره برای می غیبت تو بدگویی کل ما تیار آماده نشستیم که کی چی گفت خودت چی هستی چی میکنی امور بسیار جدی بگی که کار یک تولید خوب کنی و برادرم دنیایی که یک طرف هست تو میایی و میری و میبرایی بازدگر روی تا کس نمیبینه یک چیز را خب یادگار و بان برای خود برای دگاه که بگه که این آدم آمد برگشت یعنی چیزها را کرد یک تولید داشت ولی مسئول گفتار و کردار خود است در اسلام خون نیست خون ناحق حرام است و برادر چرا یک پار شما میزنین به لحاظ خدا یعنی بدترین گناه بعد از شرک همی قتل است که خون یک نفر را بریزانی مگر اگر مدافع میکنی یک نفر میاد در خانیت میدره خونی تا میریزانه مالی تا میگیره دیگه باز در اونجا روا میشه که از خود دفاع کنی باز اونجا سرت امر است که دفاع کو از حق دفاع بدار اگر شما با قلم و تدبیر میتونین دفاع کنین امور کنین اگر با پول میتونین دفاع کنین مال و داراییتان خرج کنین در راه خدا امو کار کنین و اگر باز یک نفر میاد با امرای شمشیر شما رو بکشه شما در امریکا هم قانون است در ایالات متحده امریکا که بسیار جدی میگیرن این مسئله قتل یک جنایت بسیار بد است مگر برای سلف دیفنس اگر یک نفر بیاد خانیتان در یک دوز در نیمه شب اکثر امریکایی ها اجازه داره که تفنگ داشته باشه که برای این مسئله بسیار گرم شده و بعضی مردم تفنگ ها رو برداشته و رفته و شتوکای مکتب کشتن سر ازی بسیار مسئله تا در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری صحبت میشه که اجازه نداشته باشه و لایسنسی از او دیده شده و تفنگ از کجا شد و چطور شد برای دفاع خود بسیاری ها در خانه خود تفنگ دارن اگر دید در میان نیمه شب در خانه یک نفر مدرایه که مالش بگیره و آدم رو بکشه وقت فیره داره که او رو بکشه همو دوزه در اسلام هم همیتون است اکثر جنگ ها و غزوات پیغمبر اسلام شما ببینین تعروزی نبوده مدافعی بوده آمدن در جان ازیا که هم پیغمبر نابود بسازه هم بنیاد امی اسلام و اسلام گرایار و کسایی که یک عقیده جدید آورده او را از بین ببره باز پیغمبر دفاع کردن شما برین امی غزوات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ببینین او خود در آغاز یک نفر بود از یک نفر خانمش بازم تو زیاد شده رفتن و برو او نمیتونه تعروزی باشه نطفه دین اسلام مگر اگر تعروزی بود بالایتان مثل که افغانستان تعروض شده ارتش سرخ آمد افغانستان اشغال کرد شما باید مدافع کنین خانه تان گرفته دارایی تان غصب میکنه اما حق قانونی و آزادی تان ازتان میگیره همه امروز افغانستان زیر یک سلطه است مثل که یک آدم در خانه شخصی یک نفر داره یا در ملک یک نفر داره شما حق دارین که دفاع کنین در اونجا اگر میتونین با فرض کنین با تدبیر خود که هیچ تدبیر افغان نداره جزی که برای دوزی میرن برای مزدوری تدبیر مزدوری را زیاد داریم مگر مدافع را نداریم او یک نفر میتونه دفاع کنه او دفاع بر حق است و خون ریزی ناحق نیست او را باید دفاع کنین او مکافات داره مگر اگر شما ناحق برین یک نفر بکشین و مجازات داره و دوزخ داخل آتش داغ میشه یگان بار مغالطه در دین اسلام دست زدن و را کاویدن و باز هیچ نفهمیدن فتوا صادر کردن
یکی است که قرائت قرآن در یک مجلس شما میدارین که اون سایه بو فرق میکنه و تو دیوار زفت کردین یک چیز قرائت میکنین از آوازتان استفاده میکنین. مگر یکی است که متن قرآن متن دین اسلام به نحوی و به یک شکلی و به خواهشات خود تعبیر کردن و باز آوردن در تلویزیون انداختن افکار مردم مخشوش ساختن این کار درست نیست. اما تو در فلسفه فرزن کمونیستی شما نمیتونین وقتی اگر بلد نبودین یا سوسیالیستی فتوای ناق بتین که اونای تو گفتن. یعنی اول معلومات خوب است که آدم بدانه که چی میگه او خوب است. به هر حال دوستان عزیز میریم سراغ یک چند تا اعلان و لطفاً با ما باشین. در فیسبوک هم تعدادی کثیری گوش میتن و میبینن و همچنان لاین های ما مشغول هست. لطفاً با ما باشین. ما میریم سراغ یک چند اعلان. باز بر میگردیم. مسائل بررسی میداریم. میتونین تبصرهایتان آزاد بیان بدارین. مگر یکان بار چی میگم و بسکل های کت شد که بفتین باید من راست میسازم. به هر حال بر میگردیم خدمت شما خواهیم بود. اسلام و زندگی در قالب 56 عدد سی دی از پروفسور عبدالستار سیرت، عالم و دانشمند جهان اسلام. آیا می دانید نظر دقیق اسلام درباره احکام مختلف زندگی چیست؟ آیا می دانید اسلام راجع به اقتصاد، حق زن، آخرت، روزه، حج، خنده، گریه، موسیقی و بقیه مسائل زندگی چه میگوید؟ ارکان اسلام، محتویات و ثبوت قرآن کریم، اعجاز لفظی و علمی قرآن شریف، نظام سیاسی اسلام و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قالب 56 عدد سی دی از پروفسور عبدالستار سیرت، عالم و دانشمند جهان اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمن تستکثر و لربک فاصبر. کابل پتے دنیا جنت یاد گیر اس خاطر تفسیر لحظه‌های گریزپای زندگی در لحظه آفرینی های محافل خوشی، محافل رسمی، کنفرانس ها و ایتار های پر اهمیتتان از فضای صمیمی سالن مجلل کابل واقع سوتا شهر لندن با تجربه ده ساله آن بهره برید و ضمناً کابل رستوران از لحظات شیرینتان در اوج تجارب تهیه غذاهای افغانی و ایرانی و هندی در خدمت شماست. شنبه شب ها موزیک زنده را با ما فراموش نکنید. جهت معلومات مزید به شماره 0208-571-6878 با ما تماس بگیرید. د پاملرنې وړ څنګه کولای شو چې په خپل ګران هیواد افغانستان کې ریښتینی صلح، سراسري یووالی او په پردوی لکا پرته بشپړ خپلواکي لاسته راوړو؟ ستاسو په اند په اوسني شرایطو کې د موجوده بحرانونو څخه د ګران هیواد د وتلو غوره او د تطبیق وړ لاره څه ده؟ آیا کیدای شي چې د اصلي ستونزو له پیژندلو او د هغې د بنسټیز حل پرته یو سمې ستراتیژیکي حل لارې ته ورسیږو؟ د ډېر بښونکي او مهربان خدای په نامه، همیشه یې قدر کیږي په عالم کې څوک چې لوی په علم و فضل او هنر شي. په اروپا کې د قدرمنو میشتو وطنوالو د پاملرنې وړ په دې وسیله په زیاته درناوي خبر درکول کیږي چې د مولانا فیضانی بین المللي بنسټ د پیام افغان د نړیوال تلویزیون د معرفت د اسرارو د برنامې خپرونکي او د امریکا، کاناډا او اروپا د افغانانو یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونه
ویار لري چې د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په اومه نیټه د شنبه په ورځ د ماسپښین په دریو بجو د هالند امستردام د بیور وایک په ښکلي ښار کې د علامه فیضانی د اووم ځل زنداني کېدو د اوڅلوېښتمې کلیزې د نمانځنې په اړوند د سولې، اتفاق او ازادۍ د شانداره کنفرانس کوربه وي. په دې غونډه کې به د علامه فیضانی د مبارزاتي سوابقو، شخصیتي ابعادو، ازادي غوښتنې اواز د پورته کولو او د سوله غوښتلو داعیې برسیره له راتلونکو ناوړه کړکېچونو څخه د هېواد د ژغورنې لپاره د دغه ستر مصلح شخصیت ابتکاري طرحې د مخنیوي تدابیر او عالمانه وړاندوینه په اروپا کې ګرانو هېوادوالو سره ګډې شي. همداراز د کنفرانس د یو شمېر ویناوالو او پوهانو لخوا به په بشپړ صداقت او بېطرفۍ سره د هېواد د اوسني خونړي او دردونکي حالت د پای ته رسولو لپاره د ننني واقعیتونو او تاریخي تجربو په نظر کې نیولو سره د یوې علمي، منطقي، بشر دوستانه حل لارې مربوط مسایل وڅېړل شي. له دې امله د ټولو ویاړمنو میلمنو سپېڅلی ګډون په دې کانفرنس کې ډېر د قدر او درناوي وړ دی. د معلوماتو د اړیکو شمېرې د کانفرنس مرحل د تلویزیون په پاڼه کتلی شي. لیلام بزرگ فروشگاه های موبل کانفور در آلستنبیگ، غوز اونگول در آمبورگ بلیشته. گولد پکر، اتاق خواب مکمل با توشک، سیت مکمل اتاق تعام، 3 عدد کوچ اتاق سالون، از 7180 ایرو با 5999 ایرو. زلبر پکر، اتاق خواب مکمل با توشک، مبل اتاق تعام، 3 عدد مبل اتاق سالون از 7330 ایرو با 4999 ایرو. برونز پکیج، اتاق خواب مکمل با توشک، مبل مکمل اتاق تعام، 3 عدد کاوچ اتاق سالون از 6470 ایرو و 3999 ایرو. ترانسپورت رایگان تا 50 کیلومتر و ترمیم رایگان. لیلام بزرگ فروشگاه های کانفور در آلستنبیگ، غوز اونگول در آمبور بلشتید. بله دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران دوستان، سلامونه و احترامونه ستاسو په خدمت کې یو. د افغان پیام تلویزیونی خبرونه لاس انجلس کالیفورنیا خبریږي. د سپینو خبرو برخه ده او ستاسو سره خبرې کوو. ځین دوستان وایي پښتو غږیږه، خدا په پښتو ورستم پښتو غږیږه کوي، تا پښتو زده یي، موږ به هم په تا سره پښتو وغږیږو. مګر یو څوک چې راځي پښتو نه غږیږي، بیا هغه سره زه پښتو ووایم، دې لپاره چې ته خوشحاله شي. مسله د پښتو د هغه دواړه ژبې فضل د خدای روانې زده دي، خبرې پرې کولی شو.
مرداد یو تفهیم وسی مردا پروگرام د پښتو کورس هم نه ده او د دری کورس هم نه ده او زه هم نه د پښتو معلم یم نه د دری او په دې باندې ډېر افتخار هم نه کوم چې ولای یو چا ډېر پښتو ویلې هغه ډېر ښه سړی ده او چا چې لږ پښتو ویلې هغه ډېر بد سړی ده زه په کور کې پښتو وایم له دوستانو سره چې پښتانه دي پښتو ورسره غږېږم مره کسی پرسید درم آغاز وقت امریکا آمده بودیم یک 40 سال قبل بود یا بیش یک دوست ایرانی داشتیم بسیار یک شخص معقول بود و دیندار و از علمای دینی ایران بود آقای کلهور مره گفت آقا شما چند زبان بلدین گفتم من زبان فارسی یا دری را و پشتو را گفت کدامش بیشتر میدانین ما گفتم والا هیچ توجه نکردیم که کدامش بیشتر خب زبانای السنی متداولی افغانستان بود من خب مدرسه رم رفتیم و مکتبم و در فامیل و بیرون اینا هر دو لسان استفاده باز از من یک سوال بسیار جالب کرد گفت شما آقا امی پولایتان رو با کدام لسان حساب میکنین باز گفتم امیرم ولی هیچ متوجه نکدیم باز یک روز ما رستیم چند روپیه پیش ما بود حساب میکنم با پشتو حساب کردم یا و دو دری چلور پینز باز امور برش یک روز دیدم شد گفتم ما حالا پولا رو با پشتو حساب میکنم میگه امو لسان بیشتر یاد داری واقعا شاید امو طور باشه یا ایسته که ما عادت کرده بودیم با زبان پشتو یا ایتورا بعض انسان ها میگه امو افراد و اشخاص معقول با خود زیاد گپ میزنن از لحاظ روانی یک روز من مطالعه میکردم نمیدونم که چرا اوتو بود بازو گفت که امو شخص معقول کسایی که بسیار میاندیشن بسیار میخواین بدانن و بگوین برای دیگرها تعلیم بتن یکان بار میبینین یک آدم در راه میره و بمرای خود گپ میزنه اگر چی در افغانستان میگفت یک آدم دیوانه شده و بمرای خود گپ میزنه و راه میره مگر او را از لحاظ روانی اینجا تحلیل و تفسیر بهی کردن که بازو آدم بسیار ظریف بود در اونجا نوشته بود که اول خو او آدم به لحاظ معقول است که گوینده بسیار خوب است دیگه ای که شنوینده بسیار خوب است برای که گپای خدا خودش میشنوه از او لحاظ هم گوینده بسیار خوب میشه و هم شنوینده بسیار خوب است چون گپای خدا خودش میشنوه در حالی که شما اگر با یک جمعیت مخاطب شوین و در امی پبلیک سپیکینگ یا یعنی صحبت عام بالای استیج برای مردم عام صحبت میدارین شاید یک چند نفر نشنوه مگر شما هم گوینده استین هم شنوینده استین بسیار جالب دغه لپاره نو پښتو دلته وایو که تاسو تشریف راوړئ نو موږ بل تاسو سره پښتو وغږیږو مره یک کمې زمونږ یک دوست یم شلک کې پښتو ولې نه غږیږي آغای ملک نام دارن به خیال یم خود پښتو وروره محمد ملک صاحب راست هم پښتو وایه اول پښتو وایه بیا هغه وکړه نه هم داسې ده دواړه ژبې به انشاءالله سره غږیږو د مو تاسې ژبې دي راځئ چې تحلیل و تفسیر کړو د افغانستان خبره ولا وروره له لسانه له ژبې بیخي اوس بلې خوا ته تللې ده هلته یو هلک مې لیده په کمیسیون د انتخاباتو کې قانون ته قانون ویلې ګزینه ته ګزینه ویلې شیانې وویلې حیران پاتې شوم د پښتون ده باید په فارسي ژبه ولې غږیږي خو بیا په پښتو به غږېدلی نو په هر حال همداسې شیان اورو دوستان عزیز وضع افغانستان به این منوال به پیش میره و عمیق باید تحلیل شوه و داخترین بخش صحبت و میزای مدور سیاست هست امروز ده رزی که سرنوشت افغانستان گره خورده به می سیاست بیرون و داخل مسئله انتخابات هست مسئله بیرون شدن قوای بیگانه حتی دیروز شنیدیم که یک قاضی یک کیس یعنی یک شخصی که معلومات دارد در رابطه با همه معامله پنهانی دونالد ترامپ در مسئله اوکراین و اینا او را در چند وقت برای استیزا ترامپ امر کرده بود که سخت نداره که آدم استیزا کنه و دیروز هم یک قاضی محکمه ستر محکمه امر کرد که همی آدم باید بیای و بر استیزا و استنتاق شو
یک باخت بود برای دونالد ترامپ در مسائل سیاسی. یعنی خود ترامپ هم در به جان خود شده، در حقیقت در بچاله هست که او سلب صلاحیت شوه یا ایمپیچت. یک رئیس جمهور بسیار کم در تاریخ امریکا ایمپیچ شده، مگر سنای امریکا یا کانگریس میتونه او آدم سلب اعتماد کنه، بگه برو پس کارت یک کسی دیگر به موقت به شکل موقت بگماره. و او آدم در همی عرصه جهانی مسئله داخلی و خارجی بسیار جنجالای داره. یکی از اون مسئله افغانستان است که یک بار میگه که می برایم از افغانستان و یک بار جنگ میکنیم علیه طالب، و الباز در یکی از گفت و شنود تلفنی با فاکس نیوز دیروز شنیدیم که اونا گفته بودن که ما با طالبان در حال گفتگو هستیم که افغانستان قوای خود از افغانستان بیرون کنیم. یعنی یک حالت جنجالی است که در درون خود امریکا همی تصمیمی که یک رئیس جمهور باید اتخاذ کنه در رابطه با قضایای جهانی پرپیچ شده و ارتباط میگیره با آنچه در امریکا میگذره، و مسائل امریکا زیاد یعنی همو تصمیم رئیس جمهور سازنده است در حالت افغانستان. تصمیم اشرف غنی یا عبدالله عبدالله یا نمیدونم در انتخابات 300 آرا را هزار آرا باطل شوه نشوه، او سرنوشت ساز نیست برای مردم افغانستان. او حیثیت یک ساجقه داره که میجوی و تف میکنی، مگر اینا بالای امور افغانستان هم حاکم هستن و هم همی جنگ ها را با زور، اینا با زور پول و زور تکنولوژی خود، با زور قوت استخدامی که اینا مردم به دلار طرف خود کش کردن، جنگ دوام داره. اما آیستا آیستا هم شیر دهن اگه بسته کنین آب کم میشه دیگه، بازم زمین خشک میشه دیگه، چیزی اونجا نمیروه. ولی همی آنچه میبینین دولت افغانستان، حکومت، حتی همی فسادی داری توسط پول خارجی امریکایی میشه. مسئله مواد مخدر توسط اشغال صورت گرفته. قبل از اشغال 6 میلیون آدم در مواد مخدر شما نداشتین، آغشته نبودن. چرا؟ دور از این که همی اشغال باعث ازی شده که کشت مواد مخدر، قاچاق از او، تولید از او معاف باشه از جرم. هیچ درباره از او در اخبار شما هیچ نمیشنوین که در افغانستان دمون بخش چی گپ است، چی صورت میگیره. مثل که مثل گندم شما کشت کنین در یک مزرعه، یا فرزن نامی حالت بدبختی هایی که در افغانستان رخ داده، صرف او را معکوسی از او تبلیغ میشه که دستاورده های 18 ساله. دستاورده همی هست. مگر من به وقتی بیاد دارم آقای رفعت لودین، یکی از افغان های مبشر، یک شخص نیکی هستن، اونا در همون جنگایی که قبل از اینکه جنگای کابل شروع شد، وقتی قبل از او را اونا در افغانستان بودن، با ما مصاحبه میکردن. ما گفتم آقای لودین چیه؟ پس ولا ولا میگه بدارم تو آگارامی هست، فراوانی هست، بازار آواز، گشت و گذار، عجب ملک هست، بیا که بریم هم اونجا. حتی مرا گفت که یک دیلر موتر واز شده اونجا، شما میتونین مرسیدیس بنز که در آلمان میخرین در کابل خریداری کنین، هر کس پول داشته باشه موتر میتونین آزاد و قانون هست دیگه است. دیگه یک هفته نگذاشته بود که یک دفعه سه جنگ میان ربانی و گلبدین حکمتیار چسبید و سه حزب وحدت مست شد و سه کابل یکی محل خون و کشتار گردید. یعنی اوضاع افغانستان unpredictable، volatile میگه، یعنی نامعلوم هست و هر چیز میتونه شب در میان به هم بخوره و یک چیز دیگه از اون جور شوه، درست شوه. یه تو به شکلی کانکریت اینا ندارن چیزی. او روز بسیار جالب بود، دارم یک محل یک برای اشتوکا یک خانه که توسط هوا پف میشه، در حقیقت پلاستیک است، یک اندازه میستدیو یک خانه از درست میشه، باز اونجا اشتوکا میدوان و ساتیری و خیز بزن و از یک جای خود پایین بیانداز و دیگر ساتیری و خوشگذرانی کردن و صاحب تقریبا یک 40 اشتوک بود. و وقتی که تمام شد این پارتی و این میله، باز امو آدم که آمده بود و رو به کرا داده بود و آمده امو ساکتش کشید و صاحب امی
خود میخوانه آشتا 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 هوای از او رفت از بین و یک پلاستیک شد به زمین افتاد. ما به دوستا گفتم، گفتم که این آواز افغانستان است. گفت چرا؟ گفتم شما ببینین این را پف کرده، یعنی باد داده، در حقیقت هوا در میان ازیر باعث یک خانه با یک پف یا هوایی که در برق چالان است و هوا میتای تو پندانده ایره اون اشتوکام ساتیری میکنن و خوشگذرانی سو غوغاست. ولی ببینین هوا رفت، یک دفعه پلاستیک شد زمین، آوار شد، هیچ حتی هم نشانی از زموره نمیبینین، هم اطفال هم رفتن پس کار خود. وضع افغانستان هم تقریبا ما میتونم برتان عرض بدارم که با اون منوال امریکا نگاه داشته. بله، سلام علیکم آقای خطاب. سلام علیکم همه وطنهای عزیز. احمد شاستم بهترین یک مثال دادی آقای مورد خانه که پف میکنن. وضع ترامپ هم امروز در درون امریکا بین امی خانه پفکانی میمانه. این آدم چنان زیر فشار در درون امریکا قرار داره که هر چیزی که میگه باد است، باد و پف است و بس. و کسایی که انتظار دارن با این مذاکره و توافق نامه امضا کنن، این باد عواز یکی. دوم در مورد یک کلمه در مورد ایران، با تقدیم سلام به فرزاد جان و برادرهای ایرانی بگویم که دفعه اول نیست که امریکا ناتو شما را بازی میده که شما برای مظاهره کنین و در بتن. باز ما میاییم از طریق نیروهای خود میاریم و آزادی شما را تضمین میکنین، یعنی یک استعمار دیگر در ایران بر علیه رژیم آخوندا جور کنین. این دفعه اولش نیست که بازی میخورین، این کار نکنین. خدایتان شکر کنین که حداقل حداقل یک مملکت آزاد اسلامی و مستقل هستین. این کلان یک مزیت است در جهان امروز برای شما. دوم آقای خطاب، در مورد لوگر این مسئله بسیار مهم است. این دو طفل یا سه طفل یا چهار طفل نبوده، این آدم از این جامعه مدنی چند نفره که صحبت کرده بودن از 500 طفل صحبت کردن. 500 طفل این معنای زیر میته که یک کلان یک شبکه بوده که سراسری در درون افغانستان ما بدر بر میگیره. این امکان داره یار مفروختن 500 طفل بزین برابر میلواتد. اطمان یار میفروختن، اینا را اقنا میکردن به جاسوس ها، به حساب دیگر. این چی حساب بوده که امنیت ملی وقتی که گاردگاردین از این صحبت کرد، اینا وار خطا شدن و این آدم ها را بندی کردن و این مملکت شده که نهی از معروف میکنه و امر بالمنکر میکنن. اینا از برای خدا و باز میگن جمهوری اسلامی افغانستان است. بشرمید. در مورد ماشین چوچکشی نامزاد بازی با امریکا ناتو، ای از طرف امریکا ناتو منعیس بادار و استغفر الله خدای از یا این ماشین چوچکشی رئیس به ناموسا را عمدتاً و قصداً به تاخیر انداخته به دو خاطر. اول انتظار بازی دادن همراه قطروالها داره که ببینه که از چی بور میشه، و دوم اینه که انتظار زیر داره که رایزنی کنه که کدام تیمی که میارن نمی دار دسته نواره که میارن کی با کی جور شوه و کی چی رقم ساخت و بافته ای شود و چی شکل ای داشته باشه از لحاظ به حساب خودشان قانونی در درون افغانستان. از خاطر این نتیجه را نمیده. و ما به کسایی که میگم که یک نفر یک چیز میگه و 13 نفر رو تو میگه، ما آقا جان برد میگم همیار 14 تا از یا که یک طرف باشه یک دو طرف شکی و یک طرف دیگه، این کل از یار 14 تا از این بیناموس هست، غیر بیناو کسی که وطن خدا فرو و تزیر پای ناتو و اشغال ادامه دادی بربریت در درون وطن خود، این بیناموسی در درون وطن خود، او بیناموس است. سوم در ارتباط با داعش آقای خطاب، این کسایی را که جمع میکنن و تسلیم میکنن شما بازی را نوت کنین، ثبت کنین در گوشگک در ورق اوراق که اینا کسایی هستند که دوباره تشخیص تنظیم و در میدان معارفه میفرسته ایر امریکا ناتو. ایر خوب گوش کنین. و یک راه داره افغانستان، اونمو جنگ است، اونمو راه حق است، اونمو راه امیر المومنین رحمت الله علیه ملا محمد عمر آخوند است و اونمو امارات اسلامی افغانستان است. به اونمو ترس نه که امریکا ناتو باشه، پایگاهش باشه و برای ما دلار بده و ما رژیم اسلامی را جور کنیم. این شرم و لعنت سر کل ما. تشکر آقای خطاب.
بله درست فرمودین. یک چیز من براتون عرض کنم، در یک کشوری که عدالت نبود و بازخواست نبود و حاکمیت قانون نبود، قانون تامین نشد، بعضی قوانین ضرور نیست که برادر دمی کتابم باشه و برین بخوانین. اکثر مردم افغانستان حتی میپرسین می قانون اساسی رو مطالعه نکردن. در محاکم هم اگر شما برین یک عارض قانون نمیدانن و در سیستم افغانستان مدافع خود همون شخص است که دعوا کرده یا عارض یا مدافع قانوندان نداره. در امریکا یا کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده امریکا که اینجا ما بودیم، این مسئله بسیار کلان گپ است. همین کسایی که یک عریضه دارن، یک دعوا دارن، باز به قانوندان مراجعه میکنن. اونا در برابر ساعتی که مصرف میکنن و از او آدم عریضه از او را میورداره و به محکمه میبره و جانب مقابله، باز همه تو مدافع هم باید وکیل مدافعی داشته باشه که بازی قانوندان ها میرن به محکمه علو فصل میدارن. در افغانستان هم یک نفری که یک عریضه را میبره و قانون نمیدانه، دستش میلزه، چیغ میزنه که علو فصل کنیم خانه ما را گرفت یا فرزند خانه ما آمد و دختر ما چور کرد، به زور نکاح کرد، و میره نزد یک مامور. اون مامور هم بیادر او طرف دیگه میگه بیادر چند میتی که آدم رو بگویم که دیگه ای طرف ها نبیه. اون میگه مرا از شر از آدم خلاص کن، من فرض کنیم برات 50,000 افغانی میتون. او آدم میگه چی؟ او رو میگه خودت چقدر زیادتر میتونی؟ این مامور دولت افغانستان یک محل داد و ستود و یا پولگیری و رشوت و اینا شده، اونجا قانون نیست و چون حکومت از بنیاد به خیانت دستوار است، به طرفداری و که جانبداری و دوستی ها و حزب پرستی ها، فرض کنین یک جمعیتی در جای فرض کنیم والی است، همه جمعیتی ها همونجا آرام هستن، هر بدی که میکنن او جمعیتی را کس چیز گفته نمیتون. یا فرضاً در یک محل یک شخص طرفدار یک حکومت و یک جناح هست، در اون محل هر جنایتی را که همون طرفداران از اونا انجام بده و آدم تبرئه میشه. یا فرض کنیم همین محلاتی که فرض کنیم یک افتضاح دیروز در اینجا رخ داده بود در نمیدانم بدخشان بود یا کدام محلی در سمت شمال افغانستان، دخترک یک نفر در آمده بودن، گرفته بودن، چور کرده بودن و باز عمود دخترک فریاد داشت که مرا به زور به نکای زمی آدم برده و ما باز او را گفته که بگو که ما دیوانستم که چرا یک دختر دیوانه را به عقد نکاح از او دادن، که بازی بهانه شود که او دختر یا خوارک خوردی از او را اهم به طور و پر برای از او بته و او را به او چی کنه نکاح به عقد نکاح از او برسانه. یعنی وقتی همه تو یک جنایت، باز در اینجا وکیلی که از اون منطقه بوده، وکیل برای از او آدم صدا کده، تلفن زده که اوش کنی تسلیم نشی که وضعیت بسیار خراب میشه، باید در این مسئله خود آرام بگی و یعنی همون دختر پس مسترد نساز به اون فامیل. یعنی در اونجا همون کسایی که یعنی یک محل یا کشور داد و ستود انسان ها و نقض قوانین هست در اون ملک، در اینجا ما به یکی دستم که یک حکومت مضبوط با مشت آهنین باید حکم فرما شود و از حق مردم دفاع صورت بگیره. در امی حالت موجوده که سراسری نقض قوانین هست از نطفه حکومت به امی علی فرض کنین، امی حکومتی که با تقلب استوار است، خب آقای عبدالله رقیده به ای است که 300,000 آرا رای تقلبی است، او دیگر هم میپذیرن، خب هم اشرف غنی میپذیره و هم عبدالله میپذیره که دیگر آرا درست است. در این میانه آقای گلبدین حکمتیار هم به می عقیده است که 300,000 آرا آرای تقلبی است، یعنی قبل از اینکه کمپین شروع شوه یا روز رای دهی شروع شوه ثبت شده و بعد از اینکه
در نیمه شب فرض کنید در امریکا هم قاعده به این است که در مؤخر شب دیگه مو پولز میگه شو بسته میشه و کسایی که تا او دم رای داده بعد از او دیگه بسته میشه رای داده نمیتونین. میگن در مو بعد از این که جمع شده و مو محل بسته شده باز هم دم درونی همو چی میگم مو بایومتریک یعنی باکس بایومتریک آرام ده که ایرا اصولا اونا میگن یعنی از لحاظ تکنیکی اونا ادعا دارن که نمی آرا آرای باطل است چون کمیسیون انتخابات در اختیار حکومت افغانستان است و حکومت افغانستان عمل حاکم امور هست کمیسیون هم به نفع خود چرخ میته و آرار هم به سود خود میتانه به چرخانه و از نگه عدد اعزار میتانه ده اعزار بسازه با یک نقطه اضافی و موارایی که قبل از او آمده بعد از او آمده این رو باید شو سفید کنه. یعنی ما خواهد تو عرض کردم از لحاظ ای که هر کدامی از اینا بیای ملت بازنده میشه چون تجارب نیک از اینا نداره، مگر از لحاظ ای که از لحاظ تکنیکی و ادعا ببینین که ادعای کی بجاست و از کی بجا نیست. ما به یک عقیده هستم که از این باد اعلا بتن تا همی آخر تا که اردو راضی شوند که کی برنده است و اقرار کنه که بله امیال ای آدم برنده است تبریک برشان بگوید. در اصول امریکا خوب همی هست اینجا مسئله ترامپ و خانم کلینتون که یعنی تقریبا سنگ و چوب امریکا میگفت که ترامپ بازنده است چون یوگویی میکرد در انتخابات بالای خانم ها فرض کنیم بعضی ادعا داشت حرفای بدی زده بود دیگه که هر کدامی از او برای یعنی زهری بود در انتخابات به ضد خود ترامپ اونا میگفتن خانم کلینتون 100% برنده است و مرا هم عقیده به این بود که همین خانم برنده میشه و خانم کلینتون هم به این عقیده بود که اولین رئیس جمهور امریکا خانم زن یعنی خانم رئیس جمهور میشه و ما خواد بودم و بعض محلات هم دیکور کده بودن و سای چراغان و اینا که ما باز در اونجا جشن میگیریم و خوشحالیس و امیر فکر کرده بودن که همونطور میشه. حتی همو بیانی باخت خود که کنسیدینگ میگشه سپیچ او را هم نوشته نکده بود، میفهمیم که ما برنده استم اما نطقه خود نوشته کده بود که ما وقتی چون برنده میشون باز برای ملت امریکا چی بیان بوده. در اون شب امو آرای وقتی شمرده شده تلویزیون مردم تعجب کدن متحیر شدن که متعجب شدن که چطور میتونه باشه. آیستا یادم در پولز وقتی اعلان میگردید یکی پای دیگر استیت های امریکا با مو رنگ قرمز بگویم یا سرخ ترامپ برنده نشان میدادن و خانم کلینتون هم دیگه جزی که برای از یادم تلفن کنه و یادم تبریک بگویه دیگه تو نبود که با خیابان آبرین و بدوین و نمانین و که غلط گفت اگر ما میرم در کوه بالا میشم می خانم ها میره و یک چند تا دیگه هم پس از این خانم در هوا بالا میشه و در کوه بالا میشه و در دشت میره ای تو را نبود. اونجا اون خود ماشین های انتخاباتی را او را اعتباری قرار دادن گفتن امو درست است. باز در آخر معامله امو آدمی که در طول یک دو سال در کمپین بسیار شدیدترین الفاظ در برابر یک دیگر استعمال میکنه باز وقتی یکی برنده شد و دیگه باز برش تبریکی میده. در افغانستان هم باید از لحاظ برد و باخت اگر میخواین که واقعا دموکراسی به شکل درست از او یعنی تأمین شود در افغانستان طوری که اینا به زعم از اینا که دموکراسی است و حکومت مردم توسط مردم برای مردم، اگرچه مردم خود فرض کنید 90% مردم رای ندادن اما 10% که آرای خود استعمال کردن بنابر دلایل او حکومت اگرچه مردم برای توسط مردم برای مردم یعنی برای نمی افته، مگر باز هم از لحاظ تکنیکی باید همونطور باشه که امو بازنده و برنده در انتخابات در مسئله معلوم شوه که کی برنده بود. با عقیده ما خوب به این فکر استم که
او دفعه مسئله جنگیری بود برای خود افغانستان هم برای حکومت داران هم یک طعنه بوده تا آخر که حکومت جنگیری سو یا خیانت ملی سو دگست دگست او را خود آقای اشرف غنی هم اگر فکر میکنه برنده است از اخی خود دفاع کنه مگر آقای عبدالله عبدالله و 13 کندید دیگه با هم در یک سنگر قرار میگیرن و میگن که حقی از اونا تلف میشه آرا تقلبی شده و اشرف غنی بازنده است و عبدالله عبدالله برنده است دیگه از اخی خود دفاع کنن به نظر ما از اخی مردم خود دفاع نتانستن کرده ملت با خوار و زار ساختن و بدبخت ساختن با مصائب گرفتار ساختن از حق خود دفاع بدارن ایره در حقیقت اینا میگن که حق مردم است مگر او طور نیست چرا؟ برای ازی که مردم افغانستان خوب 5 یا 10% خوب یعنی همه مردم افغانستان یا کافی مردم افغانستان شمرده نمیشن به اول لحاظ اینا باید حداقل اگر میخواین برای دموکراسی خدمت کنن برای حتی بادارای خود در خدمت قرار بگیرن که اونا بانیان دموکراسی در افغانستان هستن و باز در امریکا اینا برای مردم خود بگوین که ما دموکراسی را به افغانستان وارد ساختیم یعنی دیدین مردم رفتن و رأی دادن و یک شخص مورد نظر مردم روی کار آمد و میشه که یک موافقت از اینا هم در اونجا باشه در حالی که برای امریکا هم یک لکه بدنامی بوده همین انتخابات که دموکراسی اونجا تامین نشده امنیت نیامده فرض کنیم ترور و تروریسم سرکوب نشده مگر بالا رفته حکومتدار ناقص و بی‌معنا بوده و تا این دم اقتصاد هم اقتصاد متکی با بیرون بوده پول عسکر و اردوی افغانستان هم بودیجه خارجی و تکسده هندگان بیرونی میته دیگه به اول لحاظ حکومت سراسر حکومتداری همین عزم ایالات متحده امریکا و دیگه به کلی ناکام بوده در افغانستان یک ناکامی رو نشان میده که میشه برای دیگه ممالک جهان که امریکا با اونا فرض کنیم اگر در یک موقع مراجعه کنه و که از زیر مشکلات بیرون شون یک مثال بسیار بد میشه حتی او روزی که گفت و جالب هم بود که برای همی در ملوک هست که چی هست ماشینایی را که الکترونیکی را که برای شمارش آرا فرستادن برای از اونا هم یک بی اعتباری را مردم افغانستان همین انتخابات افغانستان خلق کرد هم بزنس از اونا را به زمین زده در حقیقت که این ماشین ها هیچ کار نمیته و یک رای را دوبار حساب کرده و دیگه کرده صاحب اونا هم بمره از اونا رفت و صاحب خراب شد در ملوک پس کار خود رفت در هر جا یک قدر اشتهار هم شده که در ملوک اعتباری نیست به هر حال دوستانی عزیز یک چند دقیقه در پیش داریم لطفا تلفن بزنین بله سلام علیکم سلام تو خیلی زبانی وقت سلام علیکم یو میربانی اگه داده چه دقیقه یو خو که اگه دستاد برنامه ریدو میساب که کم امرا دوست تینه دشکلیزه پندوشکلیزه چلوشکلیزه بیه اون منزو بربون بیا کما کو که دا اون منزل چه دادی چلوش کاله در ریدو در تلویزیون پرست زنده باد دا یو دوام دغه ستا خو ډیر شته دغه اول د کاریا مان څخه ما چې شروع کیږي په کرات سره موږ ټول افغانستان نه پیاسي دا خاتمه کې موږ راځو اوس خو ته پرې یو خو تاسو په افغانستان کې ما به خاله یو میری شروع دی او شی به وای دا په اخر کې هغه دغه د پاچا صاحب د نیویارک کې دغه ته و باري جانی ته دغه څه په مو کلمه کو تاسو په داخلي شته ده د خدای په امان دغه نغمه جمهور څخه شي زموږ مون پوسو هغه مون په شو کوو باندې به سويچ کو دا د ونه زره ما سره یو باید تجلی چې دغه سالګرای د برنامه او تلویزیون د ریډیو په شمول او بل اخر کې کله نغمه او تجلی ده په ورځ دغه ډیر ښه شعر وایي کور وزم په پاچا صاحب یو معقول سړی دی دا په اخر کې بس تاسو په امان ته مو چې نو بس تاسو مخ شه هغه چې موږ تخشې زموږ په خپل پردې ته بیا ګورې به څه چې ودا افغانستان کې چې زو من نوی نتاقان سوی و انانسران بیا موږ ته به ویل چې بیا به زو به چې نوکری والو میا یو بل بیا د شپې اخر به رادیو خلاص اس و په یولو سبو جو د شپې بیا بالته موږ ویل چې د پادشاهي سلام پوري او رولو سره د نن شپې پروګرام ختميږي بیا به د پادشاهي او نغمګي واغه منتها دا پروگرام نخلاصیږي دا 4 ساعت دا تلویزیون هر اټ غونډه تاویږي 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 40 ساعت ده
دسی او ماین وختي کې دلو خبره 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 نه نو بیا غون پروګرام او تلویزیون خو دې او ما ورو خدای دې په شو کاورو ولا سوالګر ورو ولا ک په دغه شانو باندې د سيادت عقیده من نه یم دا انسان هر ورځ چې دی او سوالګرای دې ژوند زه په دې عقیده یم د روحیات النظر قاضی صاحب دا هر ورځ چې پتا باندې مره خيږي بیا لمر ولیږي دی تا یو ورځ یوه خښته دی د ژوند کمیږي د همغه لپاره هره ورځ خوشحاله اوسه هره ورځ شکر باسه له خدایه د خدای تا ته یو قید د حیات درکړی ده چې آغاز و انجام د ژوندې ده بیا هغه وخت چې موږ نه وو دلته که یو چا تجلیل کړو چې دغه سړی ښه و شاید ډېر خلک به وایي خوب شد کې گم شد طرفداری طالبه مې کرد نمیدانم از فلانی رو میکرد آقا باقی زینی شاید زینی با شاید متحسن است نه نه اختری بیچاره نه نه ما صورت عموم زینی احساساتی باقی یا زینی با وای کاش می بود یادم خوب بود یا کل... چی میگم حقایق هم میگفت یا گردی اغنی شکیت وای اغنی نفکی خیلی همین نفکی خلق ده وای نو دی یو شی په مخ ډیر بداته ته کتاب ساز به ولي شو به دل دی شو ته اند په سیلری ته خو ما کله پښتنه در څو خر ما ده سیات پښتنه وکړل پلا دی ولي دی ته اند په سیلری مر می یاره سیات ابرو خي څه دغه ایمان وجدان اخلاق ګرد په سی دی ډیر به کې به کې څه دې فایت خلک او زه په دې عقیده یم نه دی په ساده جنوري پیدا شوی دغه پیسې چې دی دا خوشاله ده دغه خپل دارایی چې خدای وای په دنیا کې دوه واري له د مالو دارایی نه پوښتنه کوي دا نعمت دی دارایی نه یو دا ده چې څنګه دې لاسته راوړي یو دا ده چې بیا څنګه دې مصرف کړي دوه پوښتنې کېږي له صحت نه له پوهې نه له نورو نعمتونه له یو واري پوښتنه کېږي د پیسو نه دوه واري مسؤلیت سړی لري څنګه دې پیدا کړي څنګه دې خرڅ کړي مګر بیا همغه ته ډېر کشش د انسان په د زړه کې وراچولی ده چې سړی ډېرې ولري دا انسانان هم دغه زیات هڅه کوي ډیر جالب و چې دا پیسې یو معلومات تاسو ته وایم که تاسې دغه نیټفلکس لري نیټفلکس چې ده عمومي ده جهاني ده په هغه یوه عیسه کې که ورننوځي هلته نوشته دي هپي هپي یعنی خوشحالي دغه هلته بیا یو سړی تللی یو څوک تحقیقات یې کړي دي دغه خپله غونډه دنیا کې چې دا خلک ځینې ولې ډېر خوشحاله دي او ځینې ولې ډېر هره ورځ متاثره وي یو سړی د پیسې هم لري دارایي هم لري ښځه هم لري فرضاً نه پوهېږم اولادونه یې هم ښه دي بل مګر تمام ورځ خفه وي جګرخون وي وضع یې خراب وي داسې وزرونه یې ځوړند دي هغه بیا هغه مطالعه یې کړې ده ډېر جالبه و هغه کې دا فرضاً هندوستان تللی ده یو سړی چې د کراچۍ ځغلوي ډېر خوشحاله ده هغه نه پوښتنه کوي ولې خوشحاله یې وایي ولا زه هم دغه د ورځې دوه سوه کلدارې راوړمه دغه کور کې خورو مګر داسې خوشحاله یم چې فکر کوم زه په جنت کې یم بیا راځي یو چیرته یو بل ملک ته راځي هغه ګوري چې پیسې دي او دارایي ده مګر سړی خودکشي ته یې ملا تړلې ده دلته بیا دوی وایي چې دغه خپله نتیجه د تحقیقاتو د دوی دې ته رسیږي چې دغه ژوند کې انسانان 50% کې خدای خوشبخته خوشحاله دې دنیا ته راولي هغه پاکیج هغه یو نعمت ده د خدای بیا باد لغنو ماحول ده کور ده تربیه ده نه پیږم غذا ده بیا دغه پیسې وایي 10% د انسانانو په خوشبختی کې رول لري او ستاسې وګورئ چې موږ افغانان یا ځینې دا نور خلک فکر کوي چې دا 100% کې دا پیسې سړي ته خوشبختي او آرامي او خورسندي راولي حال دا چې هغسې نه ده دا تحقیقات چې سوي دي بیخي علمي تحقیقات دي داسې تللي دي کور په کور ګرځېدلي بیا دوی وایي چې هغه زیات خلک چې ډېر خوشحاله دي په دنمارک کې دي دینش دا دینش خلک چې دي هغه یې مطالعه کړي دي چې هغوی بیا خپله دا ملک ډېر آرامه ده ډېر خلک خرسند او خوشحاله ژوند لري د فامیلي ارتباطات قوي دي سره ټولیږي خبرې دي ټوکې دي زراعت ده دغه فضا ده بل دا یې سره یو ځای کړي دي وایي هغه خوشحاله ترین ملک چې ده دنمارک ده په هغه کې ده نو د هغه لپاره زه چې ورته فکر کومه دغه دارایي هم کیدای شي هم نعمت وي او هم هغې زهر وي انسانانو ته چې بیا دوه وارې په هغه دنیا کې هم مجازات شه او دې دنیا کې هم سرګردانه اوسه چې پیسې مې زیاتې شوې کمې شوې او دغه سړی
چې څوک دا چې په پیسو یې گیر کړی ده، یا دا ځینې خلک چې افغانستان ته ځي پیسې راوړي دي، دا غونډه مغته چې دا د خیانت پیسې دي او د ظلم پیسې دي، هغه هم په دا ژوند کې ډېر نارامه سي او ښځم ترې لاړه سي او ایوان هم لاړ سي او خپله هم د سرطان په مرض گرفتار سوي دي. دا چې وګوري د ډېرو خلکو په ژوند کې دغه د غلا پیسې او د چورو چپاول پیسو ډېر یو منفي تاثیر اچولی ده. د هغه لپاره زه وایم قاضي صاحب، هره ورځ چې جګېږي چې دا ښه صحت لري، دغه ډېر تجلیلوه، ډېر استقبال کوه، نمانځه یې، بیا کور کې دې وګوره چې فامیل دې ښه ده، هغه هم یو تجلیل او یو لمانځنه ده. زه دې چې ولیدم پایس یو ورور دی چې زه ښه ومه، په ما هم خوشحاله کېږه، هغه تا ته هم خوشحالي راوړي. زه خو یو څوک چې ګورمه چې ډېر خوشحاله وي، زه هم ورسره خوشحاله سم. یو څوک چې ګورم ډېر غمجن دي، هغه ما هم غمجن کړي. د هغه لپاره غمجن سړی ماتم، زه وایم چې هغه هم خوشحاله وي چې زه هم ورسره خوشحاله سم. زه کله کله بیا هغه ته یو ټوکه وکمه، وی خندوم، وی تخنومه، بیا هغه هم خوشحاله سي، بیا زه د هغه په خوشحالي زه هم خوشحاله سم چې یو سړی مې خوشحاله کړي. احمد چې د مجدا په قتل کې پیسې اخیستې، دا خو در مرګ پرې نه آرامه دی. همدا مرګ پرې نه آرامه دی. همدا وایم. 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 همدا تیرا لباس ہوگا. ډیر مننه. دا خپل خیانت او جنایت یو عادت هم کی، اما سخه خواز سخاوت فرزن د سخاوت و یو عادت ده. ځینې خلک دي چې پیسې ډیر نه لري مګر ډیر سخی دي، ډیر لوی زړه لري. یو یې زه تاسو ته مثال وایم، شاید بشنوه. یک دوست ما آقای حیرت نام دارن، آقای احمد اشرف حیرت، دوست عزیز ماست و همکار تلویزیونی ما بودن و حالی هم شاید تلویزیون رو ببینن. یادم ترجمانی رفتن به افغانستان، هر حبا و دیناری که آورده مصرف کرده و از مصارف از زور ما براتون بگویم که ما یک مسجد، من رئیس یک مسجد هستم در اورنج کاونتی، برای از او مسجد یادم وعده کرده بود که ما 12,000 دلار برای چراغ و قندیلی هم مسجد که برای ما ثواب شوه برای شما تادیه میکنم. خب گفتم یک مزاقی بود یا خندی بود، کدیم و رفت. شما باور کنین که امی آدم آمدم 12,000 دلار به مسجد اهدا کرد و 12,000 دلار یک مسجد است شمال کالیفرنیا به نام ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای چراغان از اون مسجد آدم اهدا کرده. یعنی شما ببینین که از اون پولی را که آورده بیشتر به زحمت، به معامله جان و سر خود، یا برای درس و تعلیم اطفال، برای رفاهیت از اونا، و باز آمده برای مساجد، برای یک معبده، برای یک محلی که در اونجا نماز و خدا یاد میشه، یه آدم اهدا کرده و حال خودش هم شب و روزی کار میکنه تو یک آدم چی میگه صاحب خانه و که آرگاه و بارگاه و قصر و اینام نیست. او را که ما میبینم و دل بسیار سخاوتمند داره، دل بسیار کلان داره و برای ارضای خداوند، رضایت خداوند تعالی دل خدا باز میداره. بعضی ها را که به سوته بزنی که 100 دلار که میلیونر هم باشه، برای یک مسجد، برای یک معبده، برای یک کاری نیک و خیر، شاید از دل، از جیبی از او آدم شما نکشی. دیگه به اون لحاظ ای یک مشخصی انسان ها میشه، در جز شخصیت انسان ها سخاوت، راستگویی، غیرت و شهامت و امانت، قول، قرار، بسیار یعنی عادات نیک است که آدم میتونه با تواتر او را جز اخلاق خود بسازه. فساد، دوزی، دروغگویی، غیبت که نمیدانم اینوان، ای هم میتونه که معکوس جز اخلاق و مشخصات و شخصیت انسان ها بگرده. نو قاضی صاحب در تاچ در نمونه یاد کرد دیگوی در شخصیت جز گرزیدلی دی پا تواتر پا در کلو که چی تلی و تلی وقی فکر کهی سی که دو نکم نو بیاز بد کار کم که یو چات از یو کمک کم ولی او کم اغا در شعور دی باطنی که دومره کسافات ننوتی دی
اول ورځ د یوټیوب کې ملیدل ډیر جالب و. یو چینایی د هغې د شش هلته هغې کړی وه، کاسي کړی و، داسې و لکه د زغال سنګ غوندې، د هغې نه نو د تور زغال. هغه ویلي وو چې دې سړي تقریبا 15-20 کاله سګرټ وهلي دي، دا شش یې ښوده چې لکه سکارو غوندې داسې و. دغه خپله شعور دی، باطني د انسان هم له همدغسې کثافاتو ډکېدی شي او توریږي، زغال کیگی او بدیگی. ما یک داستان گفته باز خدافیزی میگیریم دوستان عزیز، که بسیار جالب است حرفایی را که قاضی صاحب فرمودن. میگه یک بزرگ بود و یک کسی که بیلیون دلاری که امروز یک نفر داره، دمو وقت درمو انگام یک شخصی بود که بیشتر مرواج بود در دارایی یک شخصی پولدار که کشتی های تجارتی داشتن، در بحر می بردن مال تجاره را و پس می آوردن. او آدم با صدها تا کشتی های تجاری داشتن و یک آدم راستی بیلیونری همو وقت همو آدم بود. مگر او شخص هر وقتی که صبح بیدار می شد در مهنگام وقت نماز به مسجد می رفت، باز هم فامیل خود، اولاد که بچه متعلقین خود برای جماعت با خود می برد. بعد از اینکه نماز صبح تمام می شد، باز برای یک نیم ساعت یک ساعت به حالت خاموشی و مراقبه می رفتن، خدا را یاد می کردن و تسبیح می انداختن. روزی از روزها میگه یک سوار یا اسب سوار از رای دور بیچار به عجله آمد و در جلوی مسجد و گفت فلانی خان کی است؟ و در مسجد باز کرد و سر خود بلند کرد، گفت که ما هستم. گفتم او دو دانه کشتی تجارتی خودت که واقعا میلیون میلیون ارزش داشت، او در قعر دریا غرق شد، با مال و دارایی از بین رفت. این شخص بزرگوار می سر خود بلند کرد، چهار طرف خود دید که خود معاینه کرد که همه چیز درست است و بعد از او چهار طرف در مسجد دید و افراد و اشخاص متعلقین از اونا را و هم قریه و هم شهری خود، گفت الهی شکر. خب دوباره به مراقبه رفت و بعد از نیم ساعتی نگذشته بود که باز یک اسب سوار آمد و ایستاد و گفت که اون شخص بزرگوار کی است؟ بازی سر خود بلند کرد و گفت که مستو. گفت صاحب امو احوالی را که نیم ساعت قبل یک اسب سوار دیگه آورد او درست نبود صاحب، امو مال و دارایی امو کشتی ها غرق نشده. بازی شخص سر خود بلند کرد از مراقبه و دید دوی طرف باز شکر کشید که الهی شکر. خب وقتی مراقبه تمام شد بعضی ها تعجب کردن، گفتن اگه یک ذری از او از ما می بود خب ما فریاد ما بلند می شد، یا بزرگ یا شیخ یا هر کسی که بود یا پولدار، شما در کمبود مال که والا کشتی ها غرق شده شکر کشیدین. و بعد از او که آمد که نه درست نبود این خبر، باز هم ادای شکر کردین. علتی از او چی بود؟ گفت علتی از او بود که ما سر خود بلند کردم، دیدم که با نبودی کشتی ها و پولایی که غرق شده آیا ما هم غرق شدیم. دیدم که در حالت ما، در بدن ما، در جسم ما هیچ تغییر نیامده. بعدا همی شما را دیدم در مسجد که در حالت شما هم هیچ تغییر نیامده. ما بسیار خرسند شدم، از خداوند شکر ادا کردم که یا الهی شکر. و بعدا او آدم هم که آمد که نه غرق نشده، بازم دیدم که یک تغییر در ما نیامده بود و باز هم ادای شکر کردم. یعنی واقعا در موعیات انسان ها، دارایی ها و پول ها میای میره، یعنی عوامل بیرونی هست. اما شخص غنی وقتی در درون غنا داشت، از درون قانی بود، از درون مرافع بود، صحتمند بود، او آدم غنی ترین هست. نه ای که پول داره یک نفر غنی بسازه، در حالی که پول همونطور که برای قاضی صاحب عرض کردم، یعنی دو بار آدم استنتاق میشه توسط خداوند و در حضور مردم جهان یک نفر مسئولیت همونطور جدی داره. یک شخصی پول دار که چطور حاصل کرده، آیا مال مردم گرفته در جیب خود زده و باز که به کی دوباره تادیه کرده، مصرفی از او بر کی بوده. بسیار جالب است از لحاظ
روانی یکان بار ما میگم که درست سیاست هم تشریح کنیم، مسائل دینی هم تشریح شوه، مگر از لحاظ روانشناسی ما بسیار ضرورت داریم، برای اینکه اجتماع ما افغان ها بیشتر همین جرایمی که افغان مرتکب میشه محصول 40 سال مصائب است که بالای مردم افغانستان یکی پی دیگر آمده، خونریزی ها، آدم کشی ها، جفاهایی که صورت گرفته، تعدد احزاب، تعدد اقوام، همه از این پرده های تاریکی که حائل شده انسان ها را علیه انسان ها انداخته، بالای روان انسان تأثیر فوق العاده منفی داره. ما تعجب میکنم که افغان باز هم سر بلند میکنه و قد بلند میداره و یکان تا رو میبینم حرفای میزنم و تعجب میکنم که چطور در اجتماع افغان یادم زنده مانده و باز به این شدومت صحبت میداره و علم از کجا مخته و این کسایی که در جلو میکروفون و کمره می نشینن صحبت میکنن، نطاقه ای که ما میبینم و تعجب میکنم و آفرین میگم به اونا. شما باور کنین وقتی ما در رادیو افغانستان تازه رفتم، یک چند تا انانسر و نطاق و اینا بود، به حد از میکروفون حراس داشتیم همه ما، جرات تنها همی میکروفون رادیویی را بسیار بسیار کم مردم داشت. حالی میبینیم نطاقا و راپورترا و دیگه و دیگه، یعنی میبینیم در درون کنده اجتماع افغانستان فوق العاده استعدادها موجود است، باید دو جهت داده شد با یک مسیر صالح و سالم. ما امیدوار هستم خدا کنه که واقعا نمی صفحه تغییر کنه، اشغال ختم شوه، یک حکومت قانونمند مردمی در افغانستان حاکم گرده تا همه مردم افغانستان واقعا در راستای خیر افغانستان قدم برداره. یکی از اون هستم. من هیچ به حکومت داری و هیچ غرض ندارم، اگر بتانم در یک بخشی برای یک قانون با یک قریه رسیدگی بدانم که در حالت زندگی از اون یک تغییر مثبت را رونما بسازم، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ فرض کنیم اقتصاد از اونا، تعلیم از اونا، من او را در افکار خود دارم که او را توانایی از او را دارم و علاقه هم به او دارم. من به حکومت داری و که پول داری و چیزایی که از افغانستان پول بکشم هیچ علاقه من صفر است. اگر بتانم آنچه اندوختیم، می آموختیم، می دانم، خصوصا برای جوانای افغانستان، کسایی که نسل آینده با انرژی می تانه باشه، یک بحیث یک راهنمای شر کوچک می آید، چراغی که در یک تاریکی مطلق فروزان میشه، از او اگر ما باشم یک خدمت را انجام دادیم، از یک طریق برای مردم استدم دیدی افغانستان. برحال دوستان عزیز، برنامه امروز به پایان میرسانیم تا پنجشنبه که انشالله خدمت شما خواهیم بود. تاسو هر یو پختای سپارو پودیه هیلت افغانستان که انشالله هم استقلال و خپلواکی حاکم سی او هم در افغانستان خلق په اوخ راسی چه دی وطن تا خدمت که زانون وقف کی نه دا چه یو بل پا دیو دیغه پا نامو سر اود زپو. تاسو دی پا مخ خیلی خدای پا.